زمان شاه جامعه ما اونجا آگاه شده بود که مقصر اصلی رو شخص شاه میدونستن در حالی که در دههای مثلا چهل قبل از پنجاه غیر از جمع محدودی که آگاهی داشتن می گفت این اطرافیان شاه هست که در حال اهل فسادند و مشکل دارن شخص شاه مشکل نداره اما این حرکت های جنبش مسلحانه بعد از سال پنجاه تقریبا کل جامعه ما به این آگاهی رسید که مشکل اصلی شخص شاه هست. و استبداده جامعه ما بعد از انقلاب ویژیکی داره که فرق داره استبداد دینی با استبداد سیاسی در یک محدوده می توانن این استبداد دینی رو دنبال بکنن چرا به حال جامعه ما مذهبی هم ناراضی هستن این ناراضیاتی ها در درون خود نیروهای سپاه و داخل حاکمیت هم هست یعنی اونجور جامعه بسته مثل قبل از انقلاب نیست که شاه فرمانده کل باشه و همه حرفا رو بزنه خب سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستانی که اینجا حاضر هستن من امتدای مقدمه میگم و بعد در خدمت شما هستیم شما. از بعد از فوت مرحوم محسا امینی خب یه سری اتفاقات و اعتراضاتی داخل ایران شروع شد که حالا همه کما بیش ازش مطلع هستیم الان توی وضعیتی قرار داریم که تقریبا اوضاع سیاسی ایران برای همه کنش ورزا با گرایش های سیاسی مختلف یه مقداری مبهم شده فضا این مجموعه برنامه های ما قرار کمک کنه به ایجاد کردن یه افق جدید تو این فضا و خلاصه اینکه ببینیم راه خروج از این وضعیت چیه به عنوان حالا شروع دوست داریم شما صحبت کنید اولا راجبه اینکه به نظرتون ریشه این اتفاقات چی بود اتفاقات از کجا شروع شد و چه راهبردی وجود داره چه کار میتونیم بکنیم برای خروج از این وضعیت و اینکه چه باید کرد چه افقی رو برای آینده سیاسی ایران میبینید در خدمت به نام خداوند جان و خیرت من هم تشکر میکنم از شما که چنین فرصت رو برای گفتگو فراهم کردید من کاملا به نسل شما حق میدم که به خصوص نسلی که در حال من واژه مظلوم به کار میبرم واقعا نسل مظلومی است که با استعداد بالا توانمندی بالا ولی در شرایط کنونی جامعه هیچ چشمانداز روشنی برای آینده خودش نداره در حالی که نسل ما اینطور نبود ما نسل جوان ده سی اول ده, ده چهل راحت می برای آینده خودمون برمزی بکنیم خب این شرایطی که در همین چهار ماه اخیر به وجود آمده بعد از جان باختن امینی و اعتراضات گسترده ای که در سطح جامعه به وجود آمده خب جامعه شناسان و صاحب نظران در این روزهای اخیر اندرو که اطلاع دارید ارزیابی های مختلفی کردند و راهکارهایی هم برای عبور از این مشکلات ارائه دادند که مقامات جمهوری اسلامی به اونها توجه کنند شاید همینجا من اشاره بکنم که بعد از بیش از مثلا من آماری که داشتم بیش از 15 نفر از این صاب نظران در داخل و خارج کشور اظهار نظر کردن آخرین اظهار نظری که من فعال صوتی رو دیدم آقای دکتر مهراین است استاد دانشگاه هستند و اتفاقا این گفتگو در وزارت کشور انجام شده دو ساعت هست صحبتشون احتمالا شما دیده باشید من فکر میکنم که آقای دکتر شفاف شفافترین واکنش ها رو نسبت به شاد در این گفتگوشون در رسمی در وزارت کشور ارائه دادن و خلاصش این است که وقتی 80 درصد مردم شمار رو نمیخواهید و حق با مردمه چرا نمی روید برای من خیلی جالبه در داخل وزارت کشور چنین اظهار نظریشون میکنن منطقه و مبانی جامعه شناسی و علمی مسئول مسائل می من با توجه به این مقدمه که شما مطرح کردید که ارز کنم در حد مثلا حالا 20 دقیقه من به نظرم میرسه که ابتدا ببینیم این نارضایتی ها و این مطالباتی که در جامعه ما امروز و بحران هایی که همه ما در حال در ابعاد مختلف در سه داخلی و بین المللی میبینیم ریشش کجاست چون وقتی ما تا ریشه رو نشناسیم نمیتوانیم هیچ گونه راه حلی ارائه بدیم بنابراین من مجبور هستم که یک مرور خیلی تاریخی برای شما داشته باشم طبیعی در 20 دقیقه من فقط باید ترنگور بزنم که در حال اشاره کنم که مبانی و یا پیشینه تاریخی این ریشه ها کجاست و امروز کجا هستیم ببینید از انقلاب مشروطه یعنی حدود 115 سال قبل جامعه ما دنبال عبور از همین بحران های مدیریت کشور بود حالا در انقلاب مشروطه به حال قانون حاکم شد ولی زیاد طول نکشید دیگه ده سال بیشتر طول نکشید کودت های دارید شد دو دهه ما استبداد رضاخان داشتیم تا اینکه شهر 20 بیست با رفتن شو از ایران فضای سیاسی ایران باز میشه شخصیت های مثل مثلا بانیس بازرگان، طالقانی، دکتر صحابی که خودشون از فرزندان انقلاب مشروطه بودن و با فرهنگ جامعه ایران آشنا شده بودند و به علاوه آموزه های قرآنی رو آشنا بودند. من از بازرگان دوری صحابی هم در حال من خود من از بازرگان هفت سالی در فرانسه تحصیل میکرد بنابراین در این دوران حضور هفت سال در اروپا با چالش های تحولاتی که در اروپا تا افتاده از قون وسطا آشنا میشه و در حال این جوهر تمدن غرب و مدرنیته رو کاملا اونجا دریافت میکنه اگر کسی بخواد سوابق این تجربه رو در حال میکنه مجموع آثار شیش آثارشون هست مدافعات است که در دادگاه نظامی سال 43 رای دادن خلاصاش این است که من مسلمان رفتم و مسلمانتر برگشتم این جمله کلیدی است که در حال اونجا مطرح میکنن خب در اون موقع در همین شهرور 20 این شخصیت ها با شناختی که از شرایط داشتن دو مشکل اصلی رو عامل توسعه نافتگی ایران تشخیص دادن یکی استبدای 2500 سال استبداد سیاسی است که همه جای ما گرفتارش است یکم پیرایی ها و خرافات هزار ساله که از بعد از اسلام از امویه عباسی و دوران به خصوص صفویه که در اسنان تاریخی به تفصیل آمده جامعه ما گرفتارش هست و باید به طور واقع بینانه بتوانیم از این دو عامله توسین نفسی که عبور بکنیم این آیه قرآن رو سلوه برنامه خود این می قرار میدن ان الله لا یغیرو ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم در واقع یک نگاه توسعه انسان محور تا انسان تحول فرهنگی اجتماعی پیدا نکنه امکان نداره شما در سطح سیاسی بتوانید تحول ایجاد بکنید به همین مناسبت اولویتشون هم برنامه فرهنگی سیاسی بود در دهه 20 تا آثارشون به حال میتونید مراجعه بکنید در دوران نهضت ملی ایران در حال دوران دکتر مصدق همکاری کردن کودتای 28 مرداد در سال 32 شکل میگیره با شناختی که شرایط داشتن احساس مسئولیت میکنن که برای اولین بار وارد کار سیاسی بشن نسبت مقاد ملی تشکیل میشه بین سال 32 تا 39 خب اصلا تاریخی خیلی آموزنده است که این کسانی که نسبت مقاد ملی چه راهبری داشتن و چگونه این دوران رو بین سال 32 و 39 طی کردن سال 39 سی فضای سیاسی ایران نسبتا باز میشه جبهه ملی دوم تشکیل میشه و بعد در شهریور در اردیبهشت سال چهل در اون شرایط و ضرورت ها که من نمیخوام وارد جزئیات بشم نهضت آزادی تشکیل میشه نگاه پیشگامان نهضت آزایران ایران یعنی بازرگان این دو و جمعیده ای از کات های نهضت ملی که در تاسیس نهضت آزادی شرکت داشتند ببینید اسم حزب نداشتن نهزت آزادی ایران یعنی مشکل برای همون مشکل استبداد سیاسی نبود آزادی اینکه انسان در جایگاه طبیعی خودش نیست در واقع جنبش برای آزادی در ایران تا آزادی در ایران نباشه و انسان در جایگاه طبیعی خودش قرار نگیره نمیتوانه جای ما توسعه بده کنه فعالیت های خیلی مهمه اصلا تاریخی مطالعه کنید. میبینید که نقش موثری در آگاهی بخشی دارن ولی این مدت خیلی کوتاه هست در یک تعاملی که با روحانیت سال چلک انجام میشه موجب میشه که آقای خومنی و روحانیت وارد عرصه عمومی بشن و این تعامل تاریخی بخشی یکی از رودات های مهم تاریخی است که چگونه این تعامل در زمان شاه انجام میشه که روحانیت از این حوزه بیاد به عرصه عمومی مهندس بازرگان و یارانیشون کاملا به لحاظ تاریخی وقوف داشتن که مشکلات جامعه ما در اون بعد استعداد سیاسی اونقدر پیچیده و تاریخی روشن هرگز قادر نیستند که بتوانند این فرایند عبور از استعداد سیاسی و سرطنتی رو فرام بکنند بعد حضور روحانیت هست خرداد 42 هست و بعد بسته شدن فضای سیاسی جنبش های مسلحانه از سال حالا 44 و شروع میشه 49 تا 54 خب جنبش مسلحانه هم حالا چه مسلمان ها مجادین خلق چه کاری فدای خلق نقش مؤثری در آگاهی بخشی جامعه دارن و نشون میدن که مشکل اصلی شخص شاه و استبداد سلطنتیه نیاز داره خود این دو سه ساعت صحبت بشین این باز بکنیم رودات های بین سال 54 تا 57 هم بخش مهمی است به رغم اینکه با تغییر مواضع مجاهدین و سرکوب اصولا جنبش مسلحانه توسط ساواک با همکاری سیایه و سیساق اسرائیل ولی جنبش اجتماعی ایران اونچنان توامن بود که بین 54 تا 57 اقداماتی انجام میشه که در بهمن 57 که ما در آستانه 44 روم روز 44 سالگرد در واقع پیروزی انقلاب هستیم این جمله بسیار مهمه با حضور همه ملت ایران تمام اقشار و همه گروه های سیاسی انقلاب پنج و هفت به پیروزی میرسه و این گام اول توسعه نیافتگی یعنی نماد نماد استبداد 2500 ساله برداشته میشه خب در این فرایند منس بازرگان و یارانشون خیلی تلاش میکنن که با پیش بینی از اینکه به حال وقتی که روحانیت نقش اصلی در مولیت داره و اون نگاه تاریخی دارن کوشش کردن پیشگیری کنن نهادهای ایجاد بکنن در همون رودادهایی که در سالهای 55 56 و 57 اتفاق میفته که خود این بحثی نیست که که لازم باشه و بعد من میتونم باز بکنم چه اقداماتی انجام دادن که نهادهای ایجاد بشه که در مقابل نهاد ریشه دار تاریخی که با توده های مذهبی جای ما ارتباط ارگانیک و تاریخی داره بتوانه در واقع تعادلی در مدیریت بر از انقلاب ایجاد بکنه ولی متاسفانه به همین خلق خوی فرهنگ استبدادی و تکروی ها و عدم کار جمعی در حال این ایده موفق نمیشه و عملا بر از انقلاب خب آقای خمینی به رحمدی انقلاب طور طبیعی قرار می گیرن. شاید برای نسل شما که فرزندان دههای اخیر هستید ضروری باشه که من اینو یادآوری بکنم که در اول انقلاب همه جای ما اومن شیفته آقای خمینی و روحانیت بودند حتی سوابق تاریخی وقتی مرور میکنیم مهندس بازرگان در نفل و شاتو در همون صد... در روزی که در نفل شاتو بودن در دیداری که داشتن با آقای خمینی خب همه شخصیت که رفتن اونجا بعد از دیدار نامه نوشتن به یاد کردن به آقای خمینی از جمله مثلا آقای دوستو کریم سنجابی که از شخصیت های بزرگ جهه ملی بودن و بسیاری دیگه خب بعد از دیداری که آقای منس بازرگان با آقای داشتن همه انتظار داشتن که مهندس بازرگان هم خب لازم نامه بنویسن حتی دوستان خود ما اعضای نهست آزادیان در اروپا این انتظار داشتن اما مهندس بازرگان حاضر نشد نامه بنویسه من وارد جزئیات نمیخوام بشم جلسه منزل سال قدس داده برگزار میشه دو سه ساعت دوستان ما با بازرگان کوشش میکنن که ایشون متقاعد کنن نهایتا ایشون یه جمله میگن که آقای دکتر مهدی نواب همین 1400 خاطراتشون چاد کبیر چاپ کرده مراجعه کنید این جمله کیریست است که مانس بازگان در آبان سال 57 مطرح میکنه این حکومت اسلامی که شما دنبالش هستید نهایتا روحانیت حاکم خواهد شد و شرایط ما بسیار بدتر از شرایط امروز خواهد بود یعنی همون روزهای قبل از انقلاب و بیش از اون دین شما رو هم از شما خواهند رو بود این جمله تاریخی است که آقای دکتر مهدی نواب نقل میکنه خب آقای بازگان هرگز اینو به ما گزارش نکردن در داخل اما ما پیامداشو دیدیم جدا شدن آقای ساده قدساده از نهست آزای ایران و چالش هایی که در دولت موقت ایجاد کردن به اصلا تاریخ آمده خب این یه این مقدم است اما بعد از انقلاب منس بازرگان با همون نگاه راهبردی که داشت باید به حال گام دوم هم طی بشه که ابتدا دینی هست و این نماد پیرایه و خرافات مذهبی هست و میدانست که این یک فرایند فرایند طولانی است چون تجربه قونوستا رو داشت دوران انتقال هم کاری پیشیده بود اگر مهندس بازرگان نمیپذیرفت هیچ کس در اون شرایط قادر نبود که این دوره انتقال رو طی بکنه که اینم خودش بحثه که نیاز داره که به تفسیر صحبت بشه بنابراین دوره انتقال رو با دورات وزرای توانمن بهترین توانمندایی در وزارت های مختلف رو انتخاب کردند و این دوره انتقال انجام میشه بعد هم چون نگاهشون قدرت نبوده و چالش هایی که بوده نهایتا استفا میدن در همون بعد از اشغال سفارت آمریکا در چارده آبان سال 58 فری قهر نمی کنن. بعد عضو شورای انقلاب هستند در مجلس اول شرکت میکنند و اون سخرانی هاشون به دفعات در فضای مجازی منتشر میشه ولی باز نگاه راهبردی دارند خلاصه بخوام عرض بکنم در این 16 سال بعد از انقلاب تا سال 73 منس بازرگان بیش از 200 اثر داره این 200 اثر شما نگاه کنید از انقلابیان در دو حرکت از گمراهان از اثر آخرت و خدا هدف به انبیا که سال 71 هست و آخرین سخنرانیشون چند هفته قبل از سفرشون که منجر به درگذشت شد به آزادی هست مجموع اینها یک محور بیشتر نداره و اون این است که چرا ما گرفتار اثبات دینی شدیم و چرا بر اساس آموزه های قرآنی نهاد دین باید از نهاد حکومت جدا بشه تا ما بتوانیم این فرایند رو عبور رو طی بکنیم خب این یه بحثی است که میتونه مفصل راجع بهش صحبت بشه خب نگاه من از بازرگان بر اساس کسانی که بر از انقلاب دنبال تحول سریع بودن مثل مجادنی خلق که در حال خرداد شست رو ایجاد کردن تصور اونا بود که با خشونت میتونن این کار انجام بدن خود این باز کردن این که من در یک مصاحبه به تفصیل باز کردم قابل مراجعه است ولی بازرگان از همون ابتدا این نگاه راهبردی داشت که تا جامعه ما آگاه نشه و با ریشه های مشکل آگاه آگاهی پیدا نکنه امکان عبور وجود نداره خب ببین این کار آگاهی بخش ایشون تا سال 73 انجام دادن خود آزای ایران از همون دهی شست بعد از خرداد هست که فضای سیاسی ایران بسته میشه تنها سازمانی که میتوانه در داخل اونم به اعتبار شخصیت های مثل مانس بازرگان مثل دکتر صحابی مثل از کنم که آقای صدر جوادی، مثل آقای دکتر یزدی و کسانی که آقای دکتر رضای صدر کسانی که در حال از مدیان انقلاب بودن و در انقلاب نقش داشتند توانستند بیستند و این نقش آگاهی بخش رو در ده شست داشته باشن و هزینه های بسیار سنگین رو در ده شست پرداخت بکنن که خب جادار باز بشه در استان تاریخی خب این فضای آگاهی بخشی که در ده شست به وجود میاد و اقدامات که انجام میشه حالا بازداشت های سال 67، و و بعدم هم حالا بعد نیست همینجا اشاره بکنم سال 64 و من از بازرگان تو همین فرایند تلنگور زدن برای آگاهی بخشی نامزد ریاست جمهوری میشن در سال شرچار زمان آقای خمینی هست من که یه روزی دولت امام زمان بوده با اون سوابق رد سرایت میشه ولی من به هیچ وجه خم به ابو نمیاره برای اینکه او نگاه راهبردی و طولانی رو داشته بلا فاصله نهادی تشکیل میدن جمعیت دفاع از آزادی و حاکم ملت ایران یعنی این مطالبه مطالبه مشترک ملت ایران که آزادی و حاکمیت ملت است که ملت باید سرنوشت خود بشه نهایی تشکیل میشه خود اون نهادم از سال 65 تا 69 که اون نامه 90 امضای داستان هست و بعدم بازداشت ها و زندان ها و شکنجه ها خب این تلنگر های برای آگاهی بخشی که مانس بازرگان و یاران ایشون بلاد تاریخی میزنن خود نهضت آزادی جان در دهی شست توجه کنید دهی شست جنگ تحمیلی هست که آقای خمینی بعد از اینکه ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی وارد میشه در یه صحبتی که آقای خامنی داشتن بحث ولایت مطلق فقیه رو مطرح میکنن خب نسبت آذربایجان یک کارگروهی تشکیل میده کارشناسی که در حال افراد بودن که به آموزهای قرآنی آشنا بودن نشری پژوهشی تعیین میکنن که تحت عنوان تفصیل و تحلیل ولایت مطلق فقی هم موقع منتشر میشه پنجان نوخه تصیل میشه با یه نامه با امضای مانس بازرگان برای تمام مقامات جمهوری اسلامی و مراجع قوم ارسال میشه خلاصاش هم این است که ما بر اساس آموزهای قرآنی و اقلانیت و تجربه بشری ولایت مطلق فقی رو در تقابل با آموزهای قرآنی کرامت انسانی و اسلام رحمانی میبینیم شفاف هم بگن از مصادیق شرک اتفاقا آیت منتظی منتظری هم بعدها همین تعبیر رو دارن که ولایت متفقی از مصادیق شرک بنابراین در یه جامعه که شرک باشه شما انتظار آزادی و دموکراسی و حاکم ملت و توسعه نمیتونید داشته باشید توجه کنید سال 67 هنوز آقای خومنی دقیقه تحایت هستند و طبیعتا این یکی از دریافت کنندگانی در حال این تحلیل هست خب اسناد نسد آزادیان در دهه شست، هفتاد، هشتاد هم ادامه بدید این نوع کار آگاهی بخشی رو نهصد دا آزادیان داشته و حضینه سنگینی هم در این دوران خب پرداخت کرده سلام دوستان من مهدی احمدی هم مدیر مجموعه آزاد و تو ویدیوهای قبلی توضیح دادم که چرا شهریور ماه امسال خیلی زمان مهم و تعیین کننده ای برای مجموعه ما هست ما این ماه برخلاف انتظارمون هزینه اجاره دفتر و استدیومون تقریبا دو برابر میشه که خب برخلاف انتظارمون بود و خب این استدیویی هستش که ما همه برنامه ها رو توش تولید میکنیم تو اون ویدیو که حالا لینکش هم گذاشته میشه برای شما بیان شد که ما چرا نمیتونیم به دلایل مالی و همینطور هماهنگی از استدیوهای دیگه استفاده کنیم و یه جوری استفاده از این فضا برای ادامه فعالیت ما ضروری شده از هموطنان ایرانی خارج از کشور خصوص درخواست کردیم که اگر علاقه مند هستن توی برنامه حمایتی منظم ماهیانه که مبلغش هم تلاش کردیم مبلغ اندکی باشه با ما همراه بشن و کمک بکنن این مشکل اجاره استدیو برطرف بشه بعد انتشار اون ویدیوها یه تعدادی از هموطنان هم داخل کشور و هم خارج از کشور به این برنامه حمایتی اضافه شدن و اول از همه من خیلی تشکر میکنم واقعا مایه دلگرمیه برای ما و از اینجا به بعد اگر 20 نفر حدوداً 20 نفر از هموطنان ایرانی و مخاطبان ما در خارج از کشور به این برنامه حمایتی 20 دلار در ماه اضافه بشن به صورت کامل این مشکل برای ما برطرف خواهد شد ما یک فرصت یک ماهه تونستیم فراهم بکنیم تا دوازدهم مهر ما تا این موضوع رو جمع بکنیم به خاطر همین خواهش میکنم اگر علاقه من به این موضوع هستید و فکر میکنید ادامه این فعالیت موثر هست وارد این برنامه حمایتی بشید متشکرم این دوره مصادف با همون دوره ای میشه که آیت الله خمینی هم شروع میکنن نقد های صریح و علیه مهندس بازرگان میکنن که شما مجاهدین خلق و فرزندان عزیزتون میدونید و از جمله حالا بعد نامه کذایی هم که آقای متشین پور می در حال به نوعی که در حال مثل ایران نباید در هیچ سمتی باشه، در هیچ قدرتی باشه حالا آقای این نامه رو سال 68 منتشر میکنن که به حقوقی مشکل داشته برای اینکه دستخط ایشون نبوده و در حال در دارگاه مطرح میشه داستانش مفصله که اما هنوز دادگاه انقلاب به استناد همین نامه احکامی برای اعضای نهست صادر کردن رو میکنن من برای اینکه این فرایند آگاهی بخشی که مورد نظر بوده یه مقداری فقط اشاره بکنم خب این فضای آزادی که در جامعه وجود میاد و آگاهی که در جامعه هست نهایتا در دوم خرداد سال 76 به رغم اینکه انتخابات همیشه در حال مهندسی میشده همه نامزدار در میشوند فقط تعداد محدودی میان که نامزد مورد نظر در واقع انتخاب بشه اتفاقا در اون سال جمعیت تأمین آزادی و تامین آزادی انتخابات در حال تشکیل شده بود که نهادی بود که در حال اعضای نسبت و جمعی از نیروهای مسلمان بودند از همون سال 74 75 بود که در هم در مجلس پنجم نقش داشتن هم در این انتخابات 76 آقای مجلس موینفر آقای من صحابی آقای دوی یزدی هم نامزد شده بودند از جمله کسانی که رد نشاط شده حتی این شخصیت ها بودند خب در اون انتخابات آقای ناطق نوری در واقع مشخص شده بود که باید انتخاب بشه حتی وزراشون انتخاب شده بودن آقای خاتمی هم از نامزدای پوششی بودن که انتخاب شده بودن ولی با اون برنامه توسعه سیاسی که ایشون مطرح میکنن جامعه آگاه ما 20 میلیون رأی به آقای خاتمی میدن و عملا آقای ناطق نوری انتخاب نمیشن خب این دوران دو دوره اصلاحات در حال یکی از دوران بسیار پرچالش و راهبردی هست که اگر یک گام عقب نشسته بشه و شخصیتی مثل آقای خاتمی بیاد که برنامه توسعه سیاسی پیدا کنه فعالیت های احزاب آزاد بشه تو نسبی مطبوعات آزاد بشه چه تحولاتی میتونه در جای ما وجود میاد که خب این بررسی همین تحولات بین سال 76 تا 80 و 80 تا 84 یه بخش مهمی از تاریخ هست که خب لااقل بعضی از دوستان شما احتمالا ممکنه حافظه تاریخی داشته باشن یا مطالعه کرده باشن خب ولی آی خاتمی در تمام ادوار با چالش روبرو بود حالا این جمله معروف هر نه روز یک بار در حال بحران روبرو بود که داستانهای حالا مختلفی هست که حالا در یه فرصتی میشه بهش پرداخت و ریشه در واقع باز کرد انتخابات در حال سال 80 84 بعد در حال که دکتر موین از طرف اصلاح طلبان نامزد بودن و نهایتا همون نگاه راهبردی که در حال وجود داشت آقای احمد نژاد در حال انتخاب میشن حالا سال 84 تا 88 دوره بسیار سنگینی است برای جامعه ما و حالا انتخاب سال 88 که دیگه آقای مانس موسوی دیگه به سطوح اومده بود وارد عرصه سیاسی شد و انتخابات کاملا مهندسی شد و مجددا آقای احمد نژاد انتخاب میشه و آقای مهندس موسوی در حال ایستادگی میکنه و پیامدش همون اعتراضاتی هست که به جنبش سبز شهرت پیدا کرده و امروز هم که ایشون در هست هستند خب هم که اطلاع دارید ادامه پیدا میکنه و بیانی هم که اخیان داده حتما ملاحظه کردید اینجا یه مسئله ای به نظر شما حالا اون آزادی نسبی که تو دوره اصلاحات به وجود اومد بیشتر از سمت حالا به وجود اومدن یه نیروی سیاسی یه یعنی نیروی سیاسی بود که مقاومت میکرد در مقابل بسته شدن فضا یا خود آی خامنه ای بودن که تمایل داشتن این فضای مقداری ایجاد بشه و حالا بعدا به هر ترتیب بسته شد اگه اجازه بدید من جمع بکنم بعد به این پاسخ بدیم بله یعنی آقای خامنه ای که برنامه‌ریزی کرده بودند که آقای ناطقوی انتخاب بشن منتها طبیعی وقتی که اون نگاه موافق نبود با اون گفتمان در حال آقای خاتمی و همون مطالبات تاریخی ملت ایران که آزادی و ملت و دموکراسی است طبیعتا هایی که در دوران انجام میشه تمام حاکمیت در اون درگیره حالا قتل زنجیری و غیره و غیره که خب از رویدادهای های مهم بیست که در اون دوران انجام میشه به حال من اگر چون میخوام یه جنبندی داشته باشم که بعد به این سوالات بتونیم پاسخ بدیم ببینید بر از سال 88 خب تا 92 فضای جامعه ما کاملا بسته میشه به طور که حتی نهست آزادیدان رو هم همون فعالیت محدودی که داشته کاملا متوقف میشه و تهدید میکنن که شما هیچ نوع فعالیت نواد داشته باشید به این مناسبت اسناد نیست شما مراجعه کنید میبینید در آذرماه 88 فعالیت ها کاملا متوقف میشه تا سال 92 در سال 92 فضای انتخاباتی بود که حتی صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی که از مدیران انقلاب هستند برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری رد میشه خب آقای روحانی هم یک نامزد پوششی بودند در اون شرایط حتی به نسبت آزادی ایران دستور داده بودند که حتی بیانی ندید که مردم دعوت بکنید به حضور انتخابات ذکری خیلی بکنیم از زندیات دکتر یزدی در همون شرایط با جمعیت دوستان جلو حسینی ارشاد حضور پیدا کردیم خبرنگاران داخلی و خارجی در این حسینی ارشاد حضور داشتند با آگاهی بخشی که در اونجا دکتر یزدی انجام دادند هم در داخل هم ایرانیان در خارج کشور احساس مسئولیت کردن در انتخابات حضور پیدا کنند و مردم 20 میلیون رأی به آقای روحانی دادن که این رأی ها میگن پورتس بود رأی اعتراض در واقع که تا نامزد مورد نظر محافظ کاران انتخاب نشه خب این یه رویداد مهمیه خب آقای روحانی هم با اون تجربه تاریخی داشت کوشش کرد که در حال بین سال 92 تا سال 96 نقشی شاه کنه خب یک تحولات زیادی قابل توجهی با همین آزادی های نسبی که به وجود میاد شکل میگیره اما در سال 96 اتفاق تاریخی میفته در سال 96 که آقای روحانی دو مرتبه نامزد شده بودند و آقای رئیسی هم نامزد هستند و دو نفر بوشیشی دیگه تمام مقامات جمهوری اسلامی به طور شفاف از آقای رئیسی حمایت میکنن ولی این بار جامعه آگاه ما با 24 میلیون رای اعتراض مجدد آقای روحانی مجدد انتخاب میشن رودات هایی که بعد از 96 ماه شاهد هستیم نشون میده که حاکمیت با اون نگاه در حال محافظی که داره تصمیم میگیره که دیگر انتخابات که حتی یک نامزد که بتوانه مورد رای اعتراض باشه حضور نداشته باشه و این دوران جدیدی است که ما بعد از 96 شاهد هستیم رخدات های دیمای 96 آبان 98 اعتراضات مردم انتخابات مجلس سال 98 رد ساعت مطلق و انتخابات 1400 رد سرات همه نامزدها حتی شخصیت های درون نظام مثل های لاریجانی و امثال هم همه رد میشن نامزدهایی انتخاب بشن که در حال نامزد مورد نظرشون که آقای رئیسی بود انتخاب بشه خب انتخاب 400 در واقع یک نقطه است که طبیعتا خب مردم حضور بسیار رنگی دارن زیر 50 درصد هست آمار رسمی رو بنده واقعیت نمیخوام بگم رسمی حدود 48 درصده اما وقتی آمار شهرهای مختلف شما نگاه میکنید در کلان شهرها بسیار پایینه مثلا در کلان شهر تهران حدود 20 درصد شرکت کردند که قسمت عمدهش باطل است یه چیزی مثلا 14-15 درصد مثلا بیشتر شرکت نکردن و در سرهای بزرگ هم تقریبا با همین ترتیب بنابراین در انتخاب 400 نشون میده که مردم به طور طبیعی اکثریت مردم متوجه شدن که دیگه حضور در انتخابات مفید نیست و نمیتوانند نقشی داشته باشند خب، انتخاب آقای رئیسی در این حدود کمتر دو سالی که گذشته همه دیگه نسل شما شاهد هستید که چه پیامدهایی داشته در سطح داخلی و خارجی و چگونه فضای جامعه ما بسته شده و چه نیروهایی در ساختار قدرت قرار گرفتن در مجلس و در دولت و قوه قضایی و سران در حال سه قوه و در سطح مدیریت کشور و چالش هایی که ما در عرصه داخلی و خارجی داریم و این مجموعه این فرایندی که در این چهارده ته شده و بحران هایی که در جامعه به وجود آمده به خصوص بحران معیشتی و برای نسل جوان جای ما و بحران نابرابری در جامعه خصوص زنان جامعه ما که دور از نابرابری رنج بردن و مرج میبرن خب این بعد از جان باختن امینی یه جرقه بود که این نارزاتی جامعه خود رو نشون بده و ما شاهد اون اعتراضات چهار ماه گذشته و طبیعتا خشونتی که علیه در حال اعتراضات گسترده در سر جامعه که در واقع نسبت به اعتراضات گذشته کاملا جدید هست شاهد هستیم خب خشونتی که در این دوره به کار گرفته شده ما شاهد حالا آمار رسمی بیش از 500 نفر کشته شده بیش از هزاران نفر حالا گاهی ارقام بالایی هست رسمی منتشر نشده زندانی و تعداد زیادی در حال مجروح در این تظاهرات و تعدادی هم ادامی داریم و رویدادهایی که امروز ما در جامعه شاهد هستیم سال اصلی همین است که اگر این فرایند در این چهاردهه طی شده چه راهبردی برای عبور از این بحرانها هست خب این راهبرد رو ما از سال بعد از سال 96 با توجه به ما واقعیت هایی که در حال اشاره کردم این است که دیگه اون نگاهی که برای دوم خورداد بود که این احتمال وجود داشت که شما اگر در قدرت باشید اگر انتخابات باشه می توانید گذار باشید که بود برای دوم خرداد دیگه اون احتمال وجود نداره و اون امکان سلب شده بنابراین ما باید با یک راهبرد جدیدی در حال نگاه با داشته باشیم اون راهبرد همون نگاهی است که بر از انقلاب مشروطه بوده بعد از شهر 20 بوده بعد از انقلاب بوده و اون در واقع همون که قبلا اشاره کردم راهبرد تحولات اجتماعی هست تحت عنوان اصلاحات جامعه ور مطرح شد که در حال بایستی در واقع جامعه توانمند بشه نهادهای مدنی توسعه بده کنه جای ما جامعه, جامعه متکثر است ادیان مختلف اقوام مختلف فرهنگ های مختلف دیدگاه های سیاسی متفاوت هست ما باید بپذیریم که حول این مطالبات مشترک ملی که جامعه ما داره که همون آزادی است دموکراسی است حاکمیت ملت هست استقلال کشور هست تمامیت ارزی کشور هست این نوع ارزش هایی که در حال عدالت و برابری در جامعه هست اینها باید مطالب مشترک باشه و همه یاد بگیریم حالا که جامعه آگاه شده در این چهاردهه حالا به قول حالا یادی یادیم بکنیم از آقای رنانی به عنوان یک استاد دانشگاه و دیگران تحلیل که ارائه دادن در دا این مدت میگویند جامعه ما در این چهاردهه به اندازه 400 سال اونو وسطا آگاهی پیدا کرده رشد پیدا کرده خب این آگاهی سرمایه است این سرمایه باید انسجام پیدا کنه وفاق ملی به وجود بیاد تا توانمندی پیدا بکنه که بتوانه از این گام دوم توسعه نرافتگی که اثبات دینی هست عبور بکنه و زمینه های جدایی نهاد دین از حکومت فراهم بشه تا زمین های آزادی و حاکم ملت فراهم بشه و این مطالبه ملی هست برای عبور از این توسعه خب این برای که این کار انجام بشه خب نیاز به گفتگو هست و باید جامعه ما بتوانه این سرمایه اجتماعی که جامعه داره در واقع بتوانه این رو به یک انسجام برسونه به تعبیر یکی از صاحب نظران این خواستن ها باید به ساختن تبدیل بشه خواستن این تنها کافی نیست باید زمینه های ساخته شدن این خواستها فراهم بشه و این فرایندی است که پیش روی جامعه ما هست من در جنبری فقط عرض بکنم که خیلی خلاصه که ما با چند راهبرد روبرو هستیم غیر از حاکمیت یک دست که خب اون نگاه اسلام سنتی و فقاهتی خودشو داره روبرو رو هستیم و نهادهایی که حمایت میکنن یک نگاه اصلاح طلبی دوم خورداد هست که با همین نامه که آقای خاتمی دادن برای اولین بار هست که ایشون جنبنده کنند دیگه اصلاحات امکان نیست برای اولین بار هست و میگویند باید در کنار جنبش اجتماع ایران ما قرار بگیریم البته پونزده محورم برای راهکار میدن اونم مسلحانه مشفقانه به حاکمیت که این راهکار هست که عمل نکنید جنبش اجتماع ایران این توانمندی داره که در حال در جهت مطالبه خودش در حال حرکت خواهد کرد این یه نگاهه یه نگاهی هم هست که دنبال بلندازی تو هم با خشونته که میدانید به حال بیگانگان هم دنبال حمایت از این نگاه هستند بعضی از نهادهای در خارج کشور هستن همین نگاه رو دنبال میکنن بلندازی با خشونت چیزی برای جامعه باقی نمیذاره جز فروپاشی و خشم و خشونت گسترده نتیجه نخواهد داشت اتفاقا ملت ما در این چهاردهه و این آگاهی داره خیشتنداری داره این سازگاری داره تا مطمئن نشه که راهکار راهکاری که در راستای منافع ملی هست حاضر نیست مشارکت کنه به همین ملت برغم حمایتی که از مطالبات همین جنبش اخیر میکنه همدلی که داره اما حضور در کف خیابون نداره چرا برای اینکه ضمن بر حق دانستن این مطالبات که مطالبه تاریخی مردم هست اما فکر میکنه که باید این مجموعه سامان پیدا کنه بتوانه در حال تشکلهای پیدا کنه که پراکندگی نداشته باشه و بتوانه زمینه های موفقیت فرهم بکنه خب. اران رقم اینا یه راهبرد دیگه هست که در حال همین راه است که در حال نحست آزادی از همون بعد از 96 و تاریخی در حال مطرح کرده که به حال همون وفاق ملی سوال مطالعات مشتر ملی و اینکه در حال از کردم جامعه ما باید توانمند بشه نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و شخصیت ها همه حول مطالعات مشتر ملی بتونن در کنار هم قرار بگیرن و این یه فرایندی است که زمانبر هست و نیاز به تلاش مستمر داره اینکه چقدر طول بکشه قابل پیش نیست حداقل این است که اگر اقلانیتی در حاکمیت باشه که تسلیم مطالبات بر حق و تسلیم اجرای قانون قانون همین قانون اساسی بشه و در حال رأی مردم رو محترم بشماره اگر میزان رأی ملت بنابراین دیگه شو نگهبان جایگاهی نداره دیگه نمیشه که فقط ده درصد 20 درصد جامعه فقط رأیش باشه 80 درصد که نمیتونه جدا باشه برگردیم به آموزهای قرآنی، تجربه بشری و اقلانیت و اصول قانون اساسی. شما فصل سوم، پنجم و هفتم قانون اساسی روشنه. ببین اصل پندوشی قانون اساسی خیلی روشن و شفافه. خدا خواسته که ملت بر سرش خود حاکم بشه و هیچ فرد و هیچ نهادی حق نداره این حق رو از ملت بگیره. خب ببین اصل پندوشی قانون اساسیه. حالا یه دی تحت عنوان همین در حال اصل چهارم و پنجم و میخواهند در واقع این حقوق اساسی ملت ایران رو در واقع ناده بگیرند و فکر میکنند مردم رعیت هستند و ما نگاه خودشون باید همه مردم هم تابع باشند خب یه چنین فرایندی هست خب من این خلاصه در واقع ارائه دادم در واقع تلنگری بود در حال یه نگاهی داشته باشیم هم ریشه ها مشخص باشه ریشه ها از انقلاب مشروطه هست بعد از انقلاب هست ابتاد سیاسی بوده ابتاد دینی هست گام اول ته شده ما در حال طی کردن گام دوم هستیم به نام ریشه مشخصه چالش ها مشخصه موانع مشخصه مهم است که ما با چه راه بردی در واقع بتوانیم از این مانع دوم عبور بکنیم من صحبت مقدمات خودم در اینجا متوقف میکنم که منتظر هستم که در حد به حال زمانی که در حال بر برنامه هست بتوانم در خدمت شما باشم خیلی ممنون لطف کردید من یه چند تا سوال حالا مطرح میکنم یه نکته اینه که شما صحبت از لزوم وفاق ملی برای حالا حرکت به سمت اصلاحات بحث کردید چه مقدار اصلا الان جامعه پتانسیل این وفاق ملی رو داره یعنی الان ما خب از یه طرف نیروهای سلطنت طلبو داریم که اینها خیلی حالا تبلیغات میکنن خواسته هایی دارن میخوان دوباره مثلا رضا شاه برگرده از یه طرف خب گروه های تجزیه طلب رو داریم یه مقداری شاید فضای جامعه عبور کرده باشه از اینکه دیگه وفاق ملی در واقع ممکن نباشه خود حالا نهضت آزادی مثلا با چه راهبردی قراره به سمت این وفاق ملی حرکت کنه یا اصلا ممکنه ممکن نیست اینو چه جوری می‌بینید شما بله حالا این که خب سر چند طلب ها از رسانه های عمومی استفاده میکنن یه چنین وضعی دارن لاقل بنده چین جایگاهی به اونها نیستم اون دکارت میدهن مشخص و چند چقدر رعی دارن حتی افراد نزدیک و هم وکالت ندادن بهشون اینکه چه کسانی این تجزیه طلب هستن لاقل بنده چنین شناخت روشنی ندارم شناخت ما این است که جامعه ما با توجه پیشین تاریخیش دنبال منافع ملی اتفاقا در این زمینه تمام جامعه شناسا وقتی اظهار نظر میکنن تاکید دارن که مردم حتی ایرانی ها که خارج کشور هستند همیشه شف مرونی که از نیروهای با ارزش جای ما هستند در خارج کشور هستند اونا هم همه این پیوند رو با ملیت خودشون دارند و ایران دارند وقتی که ایران کشوری هست با این پیشینه تاریخی و این پیوند های هم ملی و هم ایمانی که در جامعه ایران هست یک سرمایه اجتماعی هست که می توانه زمین های وفاق ملی رو فراهم بکنه بله چالش های وجود داره و ما باید کوشش کنیم با گفتگو از این چالش ها عبور بکنیم این چالش ها هم هم همون فرهنگ استبدادی تکروی است این جمله معروف شاید من تکرار بکنم که حالا در کتاب انقلاب ایران در دو حرکت من بازگان هست که توضیح میدن که انقلاب اسلامی چگونه شکل گرفت این اثر سال 62 میگویند در قبل از انقلاب همه با هم بودیم انقلاب پیروز شد بعد از انقلاب شد همه با من به این سرنوشت گرفتار شدیم بنابراین زمینه های همه با هم در جای ما وجود داره شما زمینه هاشو میبینید در جامعه ولی اینکه چگونه باید این فران بشه به نظر من همین حالا خارج از نظر احساب سیاسی از جمله ما به عنوان نسد آزادی جان شما نظر جامعه شناس هایی که اظهار نظر کردن ببینید بسیاریشون رو همین زمینه دارن تأکید میکنن هم سرمایه اجتماعی که ما در جامعه داریم و چگونه این سرمایه اجتماعی رو میشه در کنار هم قرار داد و چگونه ما باید این فرایند رو آغاز کنیم همه ما اول باید از خودمون شروع کنیم از این منیت خودمون بیرون بیایم بپذیم که باید ما بشیم و بعد این ما شدن هم هر نهادی دانشجویی هستند به عنوان نهاد دانشجویی هستن. معلم هستند معلمین هنرمندان هستند ورزشکاران هستند دانشگاهیان هستند اساتید هستند خب در این چهار ماه اخیر دیدید که این انتجام به طور قابل توجه شکل گرفته شما برای اولین بار میبینید که اصلاحی دانشگاه به رغم هایی که وجود داره این بیان های رو با هم امضا میکنن این یعنی یاد گرفتیم داریم یاد میگیریم که باید با هم باشیم بنابراین زمینه های فرهنگی وجود داره خب این گفتگوها باید انجام بشه موانع برطرف بشه لاغل ما با نگاه شناختی که از زمین های فرهنگی اجتماعی داریم و این پیوند عاطفی و اقلانی که در جای ما نسبت به منافع ملی وجود داره زمیناش کاملا فراهم منتها خب نیاز هست که این فرایند طی بشه برای ما نسبت به آینده امیدوار هستیم این طی بشه منتها عرض کردم دو تا پارامتر هست که چقدر این نگاهی که در حاکمیت هست نگاه به مردم داشته باشه و از این انطاف رو داشته باشه که این کار دوتر انجام بشه این یه عامل واقعا میتوانه در حال هزینه بسیار کاهش بده این نامه آقای خاتمی هم در واقع همین پیامو داره ضمن که واژه اصلاحات رو میگن دیگه در واقع تأثیر گذار نیست برای اینکه گوش شنوایی نیست اینو تأکید میکنن اما باز هم ایشون یک جرقه از امید رو در این نامشون دارن خب آقای موسوی یه مطلب کلی رو مطرح میکنن که خود نهست آزایی هم قبلا مطرح کرده بود به دفعات مطرح شده در همین ساروز انتخاب رأی دادن به همون قانون اساسی نهست آزایی هم بیانی داده بحث رفراندوم مطرح کرده ضرورت داره که ما در حال برای تغییر قانون اساسی رفراندوم داشته باشیم و در حال این چالشی در قانون اساسی از در اصل چهار و پنج میکسر ده وجود داره و این چالشی است که برخلاف مطالبات تاریخی ملت ایران که آقای خمینی در نفر رو مطرح کرده بود بعد از انقلاب در حال حاکم شده من دو یادآوری بکنم که آی خمینی هم مطالب تاریخ ملت ایران در نفر شده مطرح کردن ملت ایران هم در دوازده فروردین سال 58 به اعتبار و اعتماد در واقع آقای خمینی به جمهوری اسلامی رعی دادن بنابراین جمهوری اسلامی که ملت ایران نوده هشت رعی دادن محتواش اون چشمندازی بودی که آی خمینی در نفر شده را دادن یعنی هم تاریخ تاریخی ملت ایران آزادی دموکراسی جمهوریت اینه که همه حتی مارکسیست هم در جامعه آزاد خواهم بود و برابری زنان مطرح شده بود در مجموعه مصاحبه ها سخنرانی ها و بیانی هایی که های خوبی داشتن خب این انحرافی که به وجود میاد این چالشها به وجود آورده بنابراین تنها راهکار این است که دو مرتبه چون یه نسل عوض شده رفراندوم بشه مردم در حال رأی بدن آیا میخوان تغییر قانون اساسی یا نمیخوان اگر میخوان خب مجلس مؤسسان انتخاب بکنن قانون اساسی جدید تصویب بشه و بعد هم دو مرتبه به رأی مردم گذاشته بشه و این مطالبه کاملا حقوقی است اخلاقی است که بایستی در حال مسئولان جمهوری اسلامی تمکین بکنن به یکی این مطالبه بر حقی که در جامعه ما مطرحه خب اگر نکنند تحکیم نکنن طبیعتا یه چالش پر مخاطر تری ما پیشو داریم که زمان بر خواهد بود خواهش میکنم خیلی ممنون یه مسئله دیگه هم حالا مواجهه و نظر خود نهزت آزادی راجع به نیروهای مذهبی سنتی یعنی خب این گروه به حال به عنوان کسایی که همچنان طرفدار وضع موجودن رأی میدن خلاصه فعالیت میکنن مخالف تغییرن یا هر چیزی به نظر شما حالا مواجهه معترضین یا حالا احزاب سیاسی باید با این نیروها چطور باشه و خب برحال اینا بخشی از حال جامعه ما هستن اینا رو خلاصه یعنی با تعجب به اینکه مخصوصا حالا خود نهضت آزادی می پروژه اصلاح دینی و ارائه تفسیر جدیدی از دین داشته چطور با این قشر مذهبی های سنتی مواجه میشه و اینا رو چطور باید تو این مسیر همراهشون کرد دقیقا این سوال بسیار موجهیه که ما باید بپذیریم که جامعه ما هم که ارز کردم جامعه متکسریه ما به تمام عقاید و مذاهب باید احترام قائل بشیم بخشی از جامعه ما همون نگاه سنتی داره حالا حدود 20 درصد حالا میگن حد درست 20 درصدی که الان آمار رسمی میگه 20 درصد جامعه ما باید احترام قائل باشیم اون 20 درصد هم به این 80 درصد باید احسان باید باشه بشه تو این 80 درصد هم پراکندگی وجود داره شما به حال مذاهب مختلف بخشی از جامعه اهل تسنن هستند در سیستان بلوچستان در کردستان در ترکمن زهراب بالاخره ادیان مختلف جای وجود داره بالاخره در سطح سیاسی هم نگاه های متفاوتی وجود داره ممکنه یه دی باور به آزادی داشته باشن بعضی ها باور نداشته باشن دنبال نگاه سوسیالیستی فقط باشن یعنی ترکیب آزادی و عدالت رو ممکنه به لحاظ جامعه شناسی نگاه متفاوت داشته باشن ما باید با تمام دیدگاه ها احترام قائل باشیم همه حول متوارد مشترک ملی که آزادی هست حاکت ملت هست و جمهوریت هست و در حال منافع ملی هست تمامیت ارزیت جمع بشیم انتخابات آزاد برگزار بشه هرچی اکثر ملت گفتن همه تمکین کنیم بکر راه جز دموکراسی وجود داره خب آیا در مبانی دینی سوال اصلی همینه خود پیامبر اسلام یا الگوهای این آموزهای قرآنی که نمونش حضرت علی هست اینها احساس ولایت داشتن که از طرف خدا باید در اداره جامعه حکومت بکنن شما اسناد تاریخی میبینید کاملا مقایره هیچ کدوم از پیامبران اینو نداشتند خود پیامبر اسلام هم وقتی که حالا تو اون شرایط از مکه به مدینه هجرت میکنن به درخواست مردم مدینه مدیریت مدینه رو به عهده میگیرن پس رأی مردم بوده مطالعه مردم بوده حتی پیامبر هم هست شما میبینید در اداره اونجا مسائل پیام الهی و دستورات رو اصلا با مدیریت مخلوط نمیکنن اونجا جایگاه خودشو داره کاملا مشفت میکنن جنگ هم که میشه مشورت میکنن حتی برخلاف نظر خودشون مردم رأی میدن اون رو ایوان میکنن بعدا متوجه میشن که رأی مردم نادرست بوده اینا دیگه از سوارق تاریخ روشنه در دوران حضرت علی ببینید 25 سال سکوت میکنن بعد از کشتن عثمان ادی مراجعه میکنن از علی نمیپذیرن من بر انتخاب کنید چه موقعی هست علی قبول میکنن برای پذیرش مدیریت جامعه اون روز موقعی که اجماع میشه از تمام اقوام میان اینا در نهج البلاغه آمده در اصل تاریخی آمده بنابراین این نگاهی که در حال مطرح شده یک نگاه خاصی است که حالا مولا احمد نراقی در سال 50 قبل مطرح کردن آیا خمینی هم فکر میکردن که این نگاه رو اگر داشته باشن واقعا اصلاح میشه در جامعه که در صحبت هاشون هست حتی میکنند فقط تلویزیون ما بدید ما جامعه رو اصلاح میکنیم خب یه نگاهی بوده این نگاه در این چهاردهه تجربه شده من در دیدار نوروزی سال 97 اتفاقا منزل آقای دکتر یزدی بود صحبتی دارم که این فایل تصویرش به دفعات منتشر شده شاید دیده باشید اگر نبی جستجو کنید هست من در اون صحبت همین مسئله رو مطرح کردم که توجه کنید نوروز سال 97 هنوز خیلی از رویدادا اتفاق نیفتاده این تجربه چهاردهه نشون میده که این نگاه شیخ نوری که در انقلاب مشروطه بوده همین اسلام ولایت فقیه این جواب نداده با تمام شاخص ها سطح جهانی و از همه کشور همسه عقب مونده هستیم اون نگاه اخلاقی که ما داشتیم اصلا نه تنها اخلاقی حتی اقتصادی هیچ زمینه ای ما با تمام شاخص ها پیشرفت نکردیم بلکه عقب موندیم که شاخص هاش هم جهانی روشنه روحل خیلی ساده است در انقلاب مشروطه یک شخفر نوری بوده همین نگاه رو داشته میگفت مردم رعیتن در اسلام فقاهی هم همه چی هست و باید تمکین کنن اما در مقابلش اخوند خراسانی هست میزای ناینی هست اونها در اون موقع میستن شما آثار اخوند خراسانی نگاه بکنید میگویند اگر روحانیت در حاکمیت قرار بگیره توجه کنید 100 سال قبل گفتن یکی از شاگردان ایشون حالا اسمشون الان از حافظه من به نیم الان عرض بکنم اینو در حدود 90 صفحه در فضای مجازی تدوین کرده منتشر کردن پیش بینی کردن که اگه روحانیت در دولت واقع قرار بگیره چه وضعی پیدا میکنید دقیقا اون وضعی که امروز جای ما داره خب امروز بسیاری از آلمان دینی به این جنبند رسیدن که نهاد دین باید از نهاد قدرت جدا باشه دین باید درس عمومی باشه ببین نهاد دین نباید از سیاست جدا باشه بلکه اینکه در عرصه عمومی باید حضور داشته باشه بعضی اشتباه میکنن سیاست رو با حکومت اشتباه میکنن نهاد دین بایستی از نهاد حکومت جدا باشه روحانیت هم رو که در حال پیانبران بودن الگوهای اسلامی ما اهمی بودن اینا درس عمومی بودن آگاهی بخشی انجام دادن و آلمان دینی ما هم همه درس عمومی بودن کار آگاهی بخشی داشتن این خود مردم هستن که باید عمل کنند بذارید من با همین آیه قرآن این جنبنی داشته باشم این چون مهمه ببین آیه 25 سوره حدید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معکل کتاب و میزان لَیَ من ناسو بالقسط. ببین این آیه آیات محکم قرانه ما همه پیامبران نه فقط پیامبر اسلام همه پیامبران فرستادیم با ابزارهای آگاهی بخش جامعه رو آگاه کنن که چه بشه که من الناس بالقسط دقت کنید ناس فاعل تا شهروندان مردم ارزش ها رو در جامعه پیاده کنند. نگفتن که پیانبران بیا نقام قس کنن نگفتن فقها بیا نقام قیس کنن حتی نگفتن مؤمنین بیان نقام قصد کنن دقت بکنید این آیه محکم قرآنیه آیه 25 سوره حدید ببین تجربه آموزای قرآنی رو میگه من از پوشش کرد که بالاخره برای از انقلاب این کار آگاهی بخش رو انجام بده که در حال اون پیام اصلی انبیا آخرت هست و خدا تا انسان در جایگاه طبیعی خودش قرار بگیره وقتی انسان در جایگاه طبیعی خودش بگیره فطرت خودش با این آیات پیوند میکنه تذکیه میشه پاک میشه انسان در جای طبیعی است خب پیانبر نمادن یک راهبردهای کلی بدن یو علم کتاب و الحکمه این راهبردها نشون بدن و خداوند اون حکمت که اتاوان حکیم هست اون حکمت و فرزانگی رو به انسان داده که خودش بر سر نمیشه خودش حاکم بشه انسان نیاز به متولی نداره کسانی که خودشون متولی انسان میدونن تمام آموزهای قرآنی رو زیر سوال میبرن تمام پیام انبیا رو زیر سوال میبرن تجربه بشری همین نشون داده که باید انسان خودش بر سرنوشت خودش حاکم باشه و آلمان دینی هم باید عرصه عمومی باشن نقش آگاهی بخش رو در جامعه داشته باشن ببخش من این سوالی که طولانی کردم برای اینکه در حال نیاز جامعه امروز ما من هست. یه سوال دیگه میفرستم اگه دات کنید کوتاه پاسخ بدید بعدش دیگه در خدمت شما بله که بر سوالی که مطلبش با من حالا سوال آخر شما از یه سمتی ضرورت گفتگو حول این وفاق ملی رو مطرح کردید از یه طرف راه حل رو بردید سمت برگزاری رفراندوم و انتخابات آزاد و اینها این گفتگوه که ازش صحبت میکنید مخاطبش کیه حالا اگر از اون سمت حالا از سمت حاکمیت گوشه شنه اوایی نباشه دیگه یه جوری گفتگو نیست دیگه چون احتمالا همراهی نکنند با این راه حلی که شما دارید ارائه میکنید اینجا خود حالا مشخصا نهزت و آزادی چه راه حلی رو برای مهیا کردن این فضا داره اینو ای کوتاه پاسخ بدید بعدش دیگه در خدمت من پاسخ این سوال شما رو قبلا دادم فقط یادآوری میکنم که در واقع ابتدا این جنبش اجتماعی ایران باید وفاق پیدا بکنه با گفتگو هم توانمند بشه و هم در حال حول متقاط مشترک ملی سامان پیدا کنه طبیعتا وقتی جنبش اجتماع ایران این توانمندی رو پیدا کرد و انسجام پیدا کرد خود به خود تجربه این چهارده نشون میده که اول انقلاب اگر همه شیفته آقای خمینی و این نگاه بودن تو این چهارده خب هشتاد درصد جدا شدن و امروز هم شما شاهد هستی که داره ریزش میشه از درون نیروهای اصولگرا و درون حاکمت داره ریزش پیدا میکنه بنابراین این جنبش اجتماعی ایران باید اونقدر توانمند بشه تا اون طرف هم در واقع تسلیم در واقع مطالبات مردم بشه اون وقت راهکارش اون مقطع رفراندومه رفراندوم اون مقطع باید انجام بشه که در واقع توافقی باشه بین جنبش اجتماعی ایران و حاکمیت میگه بسیار خوب میپذیم رفراندوم میذاریم که آیا مردم تغییر رو میخوان یا نمیخوان خب این دیگه ممکنه بگن نمیخوام همین میخوایم اگر گفتن تغییر میخوایم اون وقت بعد اون وقت انتخابات در حال مجلس موسوم برگزار میشه اون وقت بعد مراحل بعدی انجام میشه فکر کنم مطلب فرایند کاملا روشن منتها اینکه این زمان شاید خواهد بود بستگی داره به شرایط اجتماعی که بایستی خود ما کوشش کنیم که در حال این زمان خیلی طولانی نباشه شما میگید رفراندوم همه میگن رفراندوم اصلا از سال من اگه درست خاطر مشه 82 همه میگن رفراندوم سال 81 دوش انتخابات شورای شهر بود مشارکت تو تهران اگه انتخابات 20 درصد اون صرف 9 درصد بود خودتون بهتر خاطرتون از این انتخابات بعد همه از اصلاحات جامعه محور همه آقا جامعه خیلی خوبه اینا اما واقعا من وقتی که شما اومدید تاریخ رو مرور دست و هیت تیکه اومدید گفتید گفتید یه سری علمان ها من پیدا می‌کنم، ببینید چقدر مسیر مشخصه اما من میتونم بگم که ببینید همون المان ها رو من میتونم پیدا کنم و نشون که ببینید ما همون جایی هستیم که 20 سال پیش بودیم یه رفتیم یه دور زدیم اومدیم دوباره هم جمع بعد میگیم رفراندوم خوبه رفراندوم خیلی خوبه خب اگر یک حاکمیتی ما داریم که استبدادی است که هست و این حاکمیت قرار نیست که به حالت عادی بپذیرد که من قراری که به خواست مطالبات مردم توجه کنم چرا باید یک زمانی فکر کنیم که به اون مرحله میرسه که دیگه ما میریم و قانون اساسی رو حل میکنیم با شروع رفراندوم خب. و اگر اون حاکمیت تازه اون روز به اون برسه چه نیازی هست که ما دیگه بریم قانون اساسی رو حل کنیم یعنی رف... میخوام حرفی که بزنم اینه که به نظر میاد تعادل حقیقی قدرت خیلی مهم داره اگر امروز آی خامنه میتونه هر گونه که میخواهد حکومت کند یک روز اعدام کند و یک روز اف ادامه همون سالی که دوستمون پرسید اینکه اگر یک دهه یک زمانی مجبور میشه پروژه اصلاحات رو بپذیره اون به نظر میاد عرصه حقیقی قدرته که تغییر کرده پس این تأکیدی که روی مسئله حقوق قدرت داریم که آقا قانون اساسی باید اصلاح شود تا زمانی که نیروی حقیقی قدرت جابجا نشده به نظر میاد که امری باطل یعنی حالا هی شما یک قانون اساسی بنویسید خیلی هز. این بهتر ولایت هم نداشته باشه حکومت را هم در دست فقها قرار نداده خب متر مگه تجربه دور از دسترسی برام یا قانون اساسی فکولار تونس از قانون اساسی ولایت ما بدتر بود آیا انتخابات اخیر تونس ده درصد مشارکت مسئله مسئله دیگه است مسئله همون جامعه محوری که شما اما نبا ادعاهای جامعه محور خیلی سریع بگم پروژه نهضت آزادی برای اصلاحات جامعه محور چی بود جز اینکه در این چهار سال و حتی کلانتر پروژه جبهه دموکراسی خواهی که سال 84 بعد از انتخاب مطرح کردن ای دکتر معین ای دکتر یزدی دینا کجاش چی شد هیچ الان هم یک سری بیانی های میتونیم بدیم اصلاح اصلاحات اصلاح اصلاحات دو جامعه چی میشه اینا یک سری ادعاهاست خیلی خوبه این شعارهای قشنگی منم دوست دارم ولی عرصه عملی عرصه حقیقی قدرت چی شده چه پروژه انجام شده اگر نهضت آزادی یک زمانی میتونه ادعا کنه که من سال 67 گفتم خود شما هم اون بازداشت شدگان معروف 67 هستید بعد من خاطرات شما رو یادمه که تعریف میکرد زد زهرا برامو بهشته زهرا بود یادم باشه خب اینا رو داشته 88 رو من خاطرم هست که خود شما آیا معتمدی مرای خورم آیا باور و با بقیه آیون که تو نهزت بودند هزینی دادند آیا افلاحات جامعه محوری که امروز صحبت میشه ازش نباید یک هزینه دادنی داشته باشه که منی که اینجا نشدم که این حبی که ادعا میکند افلاحات جامعه محور دارد برای کنشی انجام میده و هزینه من نمیگم که باید رفت ها ولی نکته اینه که من وقتی حاکمیت ما وقتی کنشی انجام بدیم اما وقتی انجام میشه شعار داده میشه خب مثلا من شعارت هی بگیم آقا مثلا تو ساخت حقوقی درست کنید یا بدتر از اون وقت که در مورد آگاهی بخشی میکنید که من اگه اجازه بدید سال دوم این باشه خب اون وقت اینا چی میشه فعلا اینجا رو جواب بدید من بعدش با بله خب من در دقیقه شما و نه شما درک میکنم در همه ما ایرونی ها همینطور هستیم طرفدار زور و زود هستیم این فرهنگ زور و زود در آثار منس بازدگان آمده این فرهنگ استبدادی ماست یعنی فکر میکنیم که مطالباتمون با زور و زود بتونه انجام بشه ولی این تحولات هم روی که خب قبلا اشاره کردم نیاز به یک فرایندیه فرایندم زمانبنده حالا همین نکته که شما اشاره میکنید بالاخره ما بایستی توان قدرت حاکمیت رو که واقعیت داره بشناسیم از این طرف هم این توان واقعی که جنبش اجتماعی داره ارزیابی کنیم و این توان هست در اون موقع در موقع توان قرار میگیره به همین علت میگوییم که به حال حالا این جمله است که دهش 60 و 70 گفته میشد که ما راه طولانی آمدیم و راه طولانی پیش روی داریم این تصوری که در حال فکر کنیم حالا بعضی ها میگویند در یک سال دو سال آینده که این تحولی وجود میاد یک کمی دور از واقع بینی البته ارز کردم قبلا پیش بینی در شرایط ایران بسیار پیچیده است خیلی از پارامترهایی هستند که در اختیار ما نیست رهبری چگونه باشه رهبری آینده چگونه باشه شرایط منطقی شرایط جهانی ولی اون چه که برای ما مهمه این است که ما بتوانیم در راستای منافع ملی بر اساس شناختی از آینده داریم این فرایند آگاهی بخشی رو ادامه بدیم این انسجام رو وجود بیاریم توانمندی ایجاد بکنیم که این مطالبات ملی ما بتوانه محقق بشه حالا این من کوشش کردم خلاصه حالا شما به بعضی از رویدادها هم اشاره کردید خب این چارده هر وقت شما مقایسه میکنید ببینید واقعا ما خیلی جلو آمدیم میشه بگید کجا؟ بله ما جامعه ما همین که آگاه شده من یادآوری میکنم دو مرتبه اول انقلاب غیر از یه جامعه محدودی که در حال نگاه متفاوت داشتن اکثریت مطلق جامعه ما شیفته بود هماهنگ بود با حاکمیت چرا امروز 80 درصد آمار رسمی میگه بیش از 80 درصد جدا شده خب این تحول در این چهاردهه برای شما ملموس نیست خب اگر در این چهاردهه چین تحولی انجام شده خب باید بپذیریم که اگر این تلاش ادامه پیدا بکنه منتها با اقلانیت و درایت با استفاده از نظر جامعه شناسان کسانی که در حال تجربه در تحولات اجتماعی دارن استفاده کنیم و از تکتویه هایی که داریم از کارهای احساسی که داریم خودداری بکنیم و این ظرفیت هایی که داریم در راستایی در واقع همین تقویت انتجام ملی و ملی به کار بگیریم من دقدق شما درک میکنم ولی میپذیرم که به حال راهبردی که پیش رو داریم راهکار راهبرد راه کوتاه مدت نیست و نیاز به همفکری و همکاری جمعی جامعه وجود داره و بدون اون امکان نداره که ما بتوانیم گام های انجام بدیم که اگر جامعه ما بذارید من این رو دو مرتب تکرار میکنم که ما در مقابل گزینه ای که در حاکمیت هست یه گزینه داریم که در واقع فروپاشی مطلق جامعه ماست هیچی باقی نخواهد خب بین این دوتا شما حد وسط داری انتخاب میکنید که در راستای منافع ملیه و تمام احسان نظر جامعه شناسی هم که منتشر شده بیش از 15 من دیدم حالا آخریش آقای دکتر مهراین بود هم هم در همین راستا دارن به عنوان کارشناس به من و شما این راهنمایی میکنن که ما شرایط سختی پیش رو داریم و بعد خودونو برای شرایط سخت آماده بکنیم و اونم راهی نیست جز تقویت روی کار جمعی و در همین فراند کار جمعی هست که ما میتوانیم در حال از این در حال چالش اصلی که هست در حال مانع دوم توسعه نیافتگی هست بتوان اون رو بکنیم بذید من کوتاه بگم که در حال در بقیه سوالاتم داشته باشیم. من, فقط یادآوری میکنم که در این گفتگو انتظار به نداشته باشیم که قانع بشیم گفتگو همیشه باید در حال گفتگو بکنیم نه من هم در حد وسع خودم در حال کوشش من پاسخ بدم گفتگو ادامه بده پیدا کنه یعنی مطلق نخواهد بود که پاسخ بنده بتوانه شما صد درصد قانع کنه بپذیریم که این گفته گفت ادامه بده بقیه سوالات مطرح بشه و جنبنی داشته باشه من حقیقتش مجددا این سوالو رو میخواستم یه مقدار سریحتر بپرسم که این بحثی که مطرح میشه سر اینکه که وفاق ملی باید ایجاد بشه و اینها من احساس میکنم این مقدار جامعه فعلی رو داره نمیبینه از این حیث که شرایطی که الان ایجاد شده و یه مقدار هم داره خیلی فردی مواجهه میشه یعنی بحث این مطرح میشه که ما باید از منیت ها مثلا دوری بکنیم مثلا تقویت تقویت روی کار جمعی و اینها که این مثلا همواره هم هم که خودتون مطرح کردین جز م... حالا ویژگی های فرهنگی جامعه ایرانی وجود داشته و سال های سال هم هستش که داره مطرح میشه دیگه من میکنم که بحث یه فراتر از این هستش که ما مثلا تکیدات این شکلی بخوایم بکنیم که باید فاصله گذاری بشه از مثلا یه سری منیت ها یا مثلا یه تقویت روی جمعی اتفاق بیفته و اینها یه سری مثلا بحث های ساختاری تری یه سری بحث که در مورد یعنی راهبرد عملیاتی ممکن شدن چنین چیزی باشه یه مقدار خلاش رو میبینم و باز نکته بعدی هم همین که این فضای قطب قطبیده شده ای که در جامعه وجود داره حالا شما اشاراتی داشتین که مثلا یه سری مواردی شبیه دموکراسی عدالت اینها در واقع اون آرمان های مشترکی هستش که کلیت جامعه داره و میشه مثلا سر اینها در واقع اون انسجام شکل بگیره ولی به نظرم تو این لایه کلیات اتفاقا نمیشه اون وفاقه رو حاصل کرد و توی خلعه یه سری ایده هاست که بتونن نمایندگی بکنن این شعارهای کلانتر رو و ما به نظرم مواجهیم با خلعه توی این لایه نه اینکه مثلا باز هم صحبت داشته باشیم توی اینکه مثلا این شعارهای کلی میتونه منسجم کنه جامعه رو تشکر میکنم بله این سوال خوبیه که در حال با توجه به فرهنگ اسپیدایی که در ما هست در حال روی کار جمعی نداریم در حال این راهبرد وفاق ملی در حال طبیعتا یک ایدال به نظر میرسه ها ممکنه واقع بینانی به نظر نرسه به خصوص تجربه اول انقلاب با توجه به نقشی که آقای خمینی داشتند و جامعه مذهبی ما در حال شیفته بودند این نقطه قوت داشتن که در حال تونستن بدنه جامعه رو بسیج بکنن قبلا توضیح دادم که روشن های ما نقش مدیت داشتن در انقلاب یعنی اگر نقش مدیت در حال روشن فکر ما از جمله مثلا شخصیت های از بازرگان نبود روحانیت هم به تنهایی نمیتونست این کار انجام بده هر دو بود یعنی هم نقش مدیت بود هم توانی که آی خمینی و روحانیت داشت در بسیج توده ها خب این بسیج توده یعنی اون وفاق دیگه وفاق خود به خود فکر گرفته بود خب این نشون بده که ما در این مرحله پیشتری هستیم چون اون نیروی قبلی آی خمینی کسی نیست که الان بتونه تنهایی کل جامعه ما رو در حول متقالات مشترک ملی جمع بکنه و این پیشیدگی جنبش اجتماعی که کاملا با اول انقلاب کاملا متفاوته اما یه نقاط قوت دیگه هم هست که در حال همه دردمندن نسل جوان دردمنده زنان دردمندن اقوام در درد پرنسن. این درد مشترک خود به خود یه عامل مهم است برای اینکه آدم دردمند رو کنار هم قرار بده چگونگیش مشکله من میپذیرم مشکله اما خود این درد مشترک داشتن و اون الگه ملی که در حال در جامعه وجود داره این نقطه قوته این یه بخشی که در حال میتوانه در واقع این فرایند رو دنبال بکنه حالا البته این کارم داره انجام میشه خب با توجه به حساسیت که وجود داره خب ممکنه بروز نداشته باشه ولی این گفتگوها هم در سطح شخصیت ها و گروه های سیاسی داره انجام میشه در این راستا لاغل کار مقدمه‌اش داره انجام میشه اما یه راهکارهای دیگه هم وجود داره این تقویت جنبش اجتماعی ایران که در حال اعتراضات هم نمود داشت یک پیامدی داره که در این نامه آقای خاتمی هم آمده درسته میگه گوش شنوا من نمبینم اما پونزده تا محورم داده چرا پونزده محور داده؟ که وقتی که این مجموعه با بحران مدیتی رو برو میشه و نمیتوانه در واقع مسائل جایی رو حل بکنه احتمال این که کوتاه بیاد و در واقع یه نسل میانه ای در حال واسط بشه و این فرایند در واقع حالا است عبور به طرف استفاده جامعه و ارز کنم که زمین سازی برای رفراندوم رو از طریق خود حاکمیت فراهم بکنه یک چین گذین مطرحه اینو من ارز میکنم یعنی مستند دارم مطرح میکنم که حتی در شخصیت هایی که در درون در حال حاکمیت هستن همین نگار دارن اونتا منتظر فرصت هستن که فرصت مناسبی پیش بیاد عمل میکنن بنابراین من جنبندی خلاصه بخوام بکنم این است که پیش بینی آینده مشکل ما گزینه های متفاوتی پیش رو داریم غیر از اون براندازی و خشونت که در راستای منافع ملی میست گزینه های در واقع این است که جنبش اجتماعی اون چنان توانمند بشه که بتوانه به حاکمیت گفتگو کنه تعامل بکنه در اون مقاطع حساس و نیروهای درون حاکمیت هم بتوانه با این جنبش اجتماعی تعامل داشته باشه در جهت عبور از بحران اینا گزینه هایی است که در واقع در آینده می توانه در دستور باشه به همین ما می گوییم در واقع جامعه محور یعنی باید اساس این توانمندی جامعه باشه تا اون طرف رو به تدریج با توجه چالش داره تسلیم مطالبات مردم بکنه منتها کدوم گزینه اتفاق میفته الان پیش مشکله منتها ما باید تمام نیرو رو در گزینه های مختلف متمرکز بکنیم که در حال هر فرصتی پیش آمد از اون فرصت بهترین استفاده رو در راستای منافع ملی باید داشته باشیم با سلام صدا نبراز خورسنده میکنم جناب دکتر خیلی خوشحالم که حضور دارین اینجا سوالات بنده خیلی جنبه تاریخی دارم بنابر اطلاعات تاریخی شما اما دو سال رو سورت میکنم اینجا یکیش دقدقه شخصی بعد هستش، دغدغه ذهنیمه سال اول رو که مطرح میکنم خدمتتون سال دوم رو هم از زبان دوستان و اصولگرا که ادعایی دارم و دوستانم پاسخ شما رو بدونم به این سوال میپرسم سال اول این که در فرمایشاتون به قطرهای زنجیره اشاره کردید دوستان هم بدونم که تداوم اندیشه های نواب صفوی که یک شخصیت خاصی است در تاریخ معاصر ما نداریم داخل تاریخ حالا حسن صبا رو اگر جزء تاریخ تشریح حساب کنیم همچین الگویی هستن در اندیشه های کنونی جمهوری اسلامی در این قصر ها میتونیم داشته باشیم یا نه یعنی آیا اون اندیشه ای که نواب اون موقع داشته در جمهوری اسلامی کماکان جاری هست یا یک چیز منسوخ شده است این سوال اول هم هستش سوال دوم هم, هم از زبان دوستان و اصولگرا ها اصولگره ادعا میکنن که نتیجه مشارکت 72 درصدی مردم منجر شد به نفوذ امنیتی گسترده به دستگاه حاکمیت از ماجره های نایاک گرفته تا اهدای 300 300 کیلو اورانیوم 20 درصد غنی شده به روسیه و خیلی ماجره های مختلف امنیتی و شورای نگهبان رو مجبور به نظارت استصحابی میدونم که امنیت کشور تامین بشه شما پاسختون به این بله در ارتباط با سوال اولتون نگاهی که نواب صفوی داشت چون خود من در حال در دوران نوجوانی در حال پای سخنرانی های احساسیشون بودم خب با بعضی از افرادشون هم در سال پنجاه زندان در حال. هم بند بودیم مثل حاجمتی عراقی در حال هم بند بودیم در حال آشنا هستن با روحیاتشون و خلیاتشون شما کتاب ناگفته‌های های عراقی رو که سال پنجاه در زندان ما جلسات گذاشتیم ایشون گفتن ضبط نشد اونجا در زندان قصد شما چهار ولی ایشون در همون دوران که آزاد شده بود در نفل رفته بودن حالا ذکری خیلی بکنیم از آقای ترکمان که اون موقع در پاریس بودن که تخصص تاریخی دارن ضبط کردن و ضبط خاطرات آدم جراقی رو در کتاب ناگفتهایشون هست که متاسفانه یک یا دو چاپ بیشتر نشد دیگه دو چاپ ندادن دقیق ایشون تمام چالش هایی که در درون نواسفاوی هست توضیح میدن هم اخلاص و سمیمیتشون رو که آدم پاکی بودن اما سادگیشون رو چگونه عوامل نفوذی درشون نفوذ میکرده و اون اقدامات انجام دادن که خودش داستان مفصلی داره بنابراین بعد از انقلاب آقای عبدالخدایی از اونها باقی مونده اون هم در حال نگاش عوض شده دیگه دیگه مسابقه میکنه عوض شده این که حالا این سوال شما آیا همون نگاه خشونت در واقع فکر کنن خشونت راهکاره بله ممکنه در حال این باشه در نگاه اصولگیره ها که همون نگاه خشونت آمیز داشته باشه منتها بذارید همینجا من این مطلب رو که با سوال دوم شما هم ارتباط داره عرض بکنم که آقای دکتر یزدی هم به دفعات گفتن در آثارشون هستن که بعد از هر انقلابی سه عامل تأثیر گذار وارد میشه برای تقابل با انقلاب یکی عوامل نفوذیه که از اول انقلاب این اول نفوذی در بودن یکی بی ثبات کردن جامعه است که شما رویدادهای اول انقلاب این بی ثباتی کاملا محسوسه یکم تحمیل جنگه ببین هر ستا رو ما بعد از انقلاب تجربه کردیم حالا عوامل به حال بی ثباتی در حال دیگه منتفی میشه جنگ هم خب آثارش میدیم که هنوز ما آثار در حال تداوم جنگ تحمیلی هنوزم جامعه ما داره لمس میکنه اما این عامل نفوذی ادامه داشته گزارش های مستند شما دیگه وقتی منتشر شده که مثلا میز وزارت اطلاعات یه سپاه عامل اسرائیل بوده موساد بوده دیگه اینا خود من هم در دوران بازداشت داشتم هم بندایی که داشتم خیلی زیاد در حال از این نوع مساد دیدیم بنابراین عامل نفوزی امروز هم به نظر تحلیل ما چون اطلاعات نداریم قضاوت نمی کنیم. یک نوع نگاه سنتیه که وجود داره حالا همون اسلام فقاهتی فکر میکنن که در حال اما یه نگاه عوامل دیگه هست که بیگانگان هم به نظر ما نقش داره که این عوامل نفوزی اون نگاه سنتی رو تقویت میکنه میگه بیستید چرا؟ برای اینکه کشورهای بیگانه من نمیگم اروپا و آمریکا، اسرائیل، عربستان حتی روسیه و چین هم در حال نمیخوان ایران یه ایران توسعه یافته باشه با شرایطی که در ایران داره با جیوپولیتیک جیو با ظرفیت های انسانی و زیربنایی که داره نمیخوان ایران کشور توسعه یافته باشه بنابراین خیلی طبیعی است که در حال عوامل نفوذی همون نگار رو تقویت بکنه بگه بیستید این به نظر من این سال دوم شما خیلی در واقع زمینه های عینیش در جامعه وجود داره و متاسفانه به اینکه به دفعات هم میبینید این تغییرات هم که وجود میاد در بعضی از مسئولان که به دلیل همین آگاهی که از اوان نفوذی پیدا میکنه ولی اینکه چگونه میشه با اوان نفوذی به نظر من همین بحث آگاهی عمومی جنبش اجتماعی هست که این باید اونقدر توانمند باشه که به با اون بخش صادقانه اصولگرا که ما احتمال قائل هستیم بر اونها اونها یه نظری هست ما باید احتمال باشیم باید به نوع این پیام منتقل باشه که در حال این فقط شما نیستید که دارید این فکر دنبال میکنید بیگانگان در واقع همین در راستای همین فکر شما دارن این رو تقویت میکنند و نمیخوان در حال به همین مناسبت شما شخصیت های بسند، آمریکایی اعلام میکنند که ما دنبال براندازی نیستیم تمام تحریم ها رو تمام فشار میارن اما میخوایم شما باشید به نوعی هم در واقع تقویت که همین نگاه که نتوانید توصیب پیدا کنید در جمعه انسان باشه بنابراین خیلی مهمه که جامعه ما با آگاهی بتوانه با چنین چالش هایی که مانع توسعه یافتگی ما هست بیسته و آگاهی بخشی بکنه با سلام من یک سوالی داشتم این که بلندتر یه سوالی داشتم این که آیا به نظر شما اصلا دیکتاتور میپذیره هیچ وقت که صحبت کنه چون چیزی که من میدونم دیکتاتور صرفا سرکوب میکنه فریاد میزنه و میکشه و کاری جز این نمیکنه خب وقتی یه حکومت دیکتاتور باشه من به عنوان مثلا یه حکومت دیکتاتور الان اینجا با خودم فکر میکنم چرا باید از صحبت کنم در حالی که زور دست منه میتونم بکشم میتونم سرکوب کنم در حالی که اگر که مثلا حالا با این, با این افراد کنار بیام چه اتفاقی میفته به ظاهر هم که کنار بیام خب 20 درصد موافق دارن که اول نکته اولش دوم این که خب هر چقدر اینا عقب بیان مردم جلو میرن خب این هم دوباره دیکتاتور میدونه خب مثلا اگر بیاد از منافش منافعش مثلا حالا همین حجاب اجباری که بره کنار اون 20 درصد میان مخال دوباره بر این حکومت میشن و یعنی اون 20 درصد هم از دست میده از اون طرف مردم اون 80 درصد دوباره قدمای بعدی رو میخوان بردارن پس حکومت دیکتاتور حاضر نیست که کنار بیاد با این موضوع یا یعنی و اینکه ممکنه بتونه به ظاهر این کارو بکنه حالا مثلا به ظاهر با مردم کنار بیاد و نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که خب یه سری افراد هستن که از نظر ما صلاحیت دارن ولی از نظر جمهوری اسلامی صلاحیت ندارن ما اونا رو میخوایم که تو دستگاه حکومت باشن ولی جمهوری اسلامی نمیخوا... دیکتاتور نمیخواد که اونا تو دستگاه حکومت باشن مثلا هر که ما سعی بکنیم که اونا رو وارد کنیم مثلا مثل بچه‌ای که یه اسباب بازی دستش میدن میگه آره حواست به این باشه ولی کار خودش رو انجام میده من میخوام خواهش کنم شما محور سوالشون بگید که من اشتباه نکرده باشم خلاصه ای سوالشون این بود که حکومت یه سطحی از استبداد رو داره که دیگه ازش عقب نشینی نمیکنه چون اگه عقب بکشه مردم خواسته هاشون بیشتر میشه و خب تام اون خواسته ها نمیخواد بده با چی کار کنیم حالا میخوام بدونم که اصلا دیکتاتور حاضر میشه خب. رفراندوم بذاره که شما این بحث رو یعنی مستبدین همیشه همینجور فکر میکردن شما یک کمی عقبتر برید زمان شاه بالاخره بعد از سال پنجاه ارز کردم جامعه ما اونجا آگاه شده بود که مقصر اصلی رو شخص شاه می در حالی که در دههای مثلا چهل قبل از پنجاه در جامعه که خود من در حال اثبات داشتم غیر از جمع محدودی که آگاهی داشتن می گفتن اطرافیان شاه هست که در حال اهل فسادند و مشکل دارند شخص شاه مشکل نداره اما این حرکت های جنبش مسلحانه حالا هزینه های سنگینی پرداخت کردن اما بعد از سال پنجاه تقریبا کل جامعه ما به این آگاهی رسید که مشکل اصلی شخص شاه و استبداده همون نگاهی که در حال بازرگان و طالعانی از شهر و داشتن به تدریج حالا با همین فرایند آگاهی بخشی که شده بود جامعه رسیده بود که مشکل شخص شاه اما ببینید جامعه ما بعد از انقلاب ویژیکی داره که فرق داره اسپلات دینی با اسپلات سیاسی شاه یه تنی داده بود خب بیگانگان هم حمایت میکردن و حالا با مشکلات که بود در حال موقعی صدای مردم شنید که خیلی دیر شده بود تقریبا آبان آذر 57 بود که اون سخنرانی معروف کرد حالا بعد نیست من خاطرم بگم که آقای مجلس بازرگان زنده بود مقدم اطلاعات هم زندان میدم شاه مجلس بازرگان میگن در حال شاه چنین پیامی داده مجلس بازرگان میگویند که ظاهرا به هم لفظ انگلیسی هم میگن میگن تو لیت خیلی دیر شده یعنی جنبش اجتماعی ایران عبور کرده از اینکه دیگه شاه بگه شما شنیدیم. حالا بحث اصلاحات دینی طبیعت فرق داره ببینید یه پشتبانه های اعتقادات مذهبی هست که جمع مذهبی بستن ولی توجه داشته باشید که جامعه مذهبی ما همه اونجور فکر نمیکنن شما الان در حوزه با عالمان دینی حوزه ارتباط داشته باشید بسیاری هستن که موزگیری هم میکنن مخالف هم هستن جمعشون هستن که ساکتن جمعی مثلا آقای سیستانی در مرجع تقلید خب در داخل ایران هم خیلی پایگاه دارن نشون دیگه خب ایشون هم در واقع همین نظرات آخوند خلاصانی دارن میگن که شما نباید در حاکمت باشید یعنی اینجور نیستش که در واقع مثل شاه بتونن عمل بکنن حالا اون اول نفوذی که اشاره کردم اینجا مطرح هستن اما در حال در یک محدوده میتوانن این اثبات دینی رو دنبال بکنن چرا برای اینکه به حال جامعه ما مذهبی هم ناراضی هستن این ناراضیاتی ها در درون خوده. نیروهای سپاه و داخل حاکمیت هم هست یعنی اونجور جامعه بسته مثل قبل از انقلاب نیست که شاه فرمانده کل باشه و همه حرف رو بزنه یعنی عوامل دیگه هم هستن که تحصیل گذار اینکه این که این تعامل نیروهای مختلف با این استبداد که اون مطرح می کنید چگونه انجام میشه این بستگی داره که واقع این 80 درصد چگونه منسجم بشن چگونه پیام مشترک داشته باشن و چگونه تعامل داشته باشن و تحصیل گذار باشن و این هنر مدیریت جنبش اجتماعیان است که بتوانند با زمین هایی که اتفاقا حالا چون من با خدای خامنی از قبل از انقلاب ارتباط داشتم ارتباط هم گفتن در حال در دیداره که سال 56 داشتن خاطرات که با دکتر شیبانی میگفتن هم اونجا دیدار داشتیم هم در از کنم که در تبعید که بودن قاچاقی آمدون در یه دیدار داشتیم اینا در خاطرات ما آمده خب ایشون هم در حال یک سوابقی دارن توابنده هایی دارن که در حال این جنبش اجتماعی ایران نمیخوام بگم حتما اثر داره ولی بی هم نیست اگر درست عمل بکنن شاید رویشون و مشاوران ما خب مشاوران میشناسیم مشاوراشون بعضی هستن که از اعضای نهست در آمریکا بودند و شناخت دارن همه میخوام اون یه پارچگی استبداد سیاسی قبل نیست و میتوانه جنبش اجتماعی جان در مجموعه اثر بذاره لاغل با امیدواری به این مسئله میتونیم نگاه بکنیم بخواهی شما بسیار از فرموشتگی چند سوال دارم کلا ولی یک روح واحد داره این سوال من سعی میکنم روح واحد رو مطرح بکنم اولا اینکه ما الان با حاکمیتی رو هستیم که ظرفیت حل مسئله نداره نمیتواند مشکلات جامعه رو حل بکنه چین هم دموکراسی نداره بسیار از کشورهای دیگه هم پادشاه دارن یعنی آدمی که حالا لفظ جالبی نیست ولی در اونجا از یه پولی واقعا به صورت مفت استفاده میکنه و هیچ صلاحیتی هم نیازی به صلاحیت خونی داشته باشه صرفا همه شاید دنبال دموکراسی و گذار به سمت آزادی های سیاسی نباشن که شما پیوست جمع بستید مردم ایران رو که به دنبال این هستند و این میتونه روح واحد واحدی باشه که در واقع بیرقی باشه که مردم حولش جمع بشن ممکن اینطور نباشه ممکن خیلی دنبال در واقع توسعه اقتصادی باشن کمان که به خیلی از کشورهایی که مثلا تو شرق آسیا مثلا هستن ممکن سیستم بسیار در واقع توسعه یافتی سیاسی نداشته باشن ولی ب... از نظر اقتصادی بسیار توسعه یافتن. و جامعه سنتی هستند و میتونه گزینه خوبی باشه و شما گام اول و دوم رو مطرح کردید به نظر میاد این ادبیات شبیه ادبیات جمهوری اسلامی که نمیخواد شکست رو بپذیره الان حالا با بیانی گام دوم انقلاب که منتشر شد و شاید خیلی هم مطالعه کرده باشن عملا یک جور انکار تمام شکستهایی که در طی سالهای اخیر ما در سیاست داخلی خارجی توسعه صنعتی و موارد مختلف داشتیم و اینکه نقطه شکستی الان برای ما وجود شما میگی که سال 96 آیه حالا 96 فکر کنم فرمودید که یک نقطه شکستی بود برای مشارکت در انتخابات خب برای این استراتژی که الان میفرمایید نقطه شکست کجاست شما عملا یک طوری تبیین کردی که نقطه شکستی نداشت یعنی میگفتید هی ادامه بدیم جنبش اجتماعی رو هی ای جنبش اجتماعی رو ادامه بدیم تا اینکه حکومت این کار کنه گیریم نکرد گیریم که این اتفاق 500 سال دیگه نیفتاد نقطه شکست ما کجاست و در این حال یه مسئله دیگه هم خواستم مطرح کنم که حالا خیلی یه سوال باشه که وقت به بقیه برسه از سوال اصلیم همینه که جنبش های اجتماعی عموما واکنشی هستن یعنی ما الان در مقابل این حاکمیت داریم این گونه رفتار میکنیم صرفا یک چیزی که ما بگیم این درسته و این منش درسته و ما این رو پی بگیریم شاید وجود نداشته باشه به اعتقاد خیلی کما که استبدادهای اروپایی یا اتفاقاتی که داخل شوروی افتاد داخل اروپای مرکزی یک سری جنبش های رو به وجود آورد که خیلی خیلی خشم بودن بسیار خشم بودن مخواستم دارم نگاه شما چیه به اینکه این جنبش های اجتماعی که فرمایید واکنشی هستند مقابل جمهوری اسلامی حکومت که نقطه شکست نداره و نقطه شکست این جنبش های واکنشی باید چطور تعریف بشه ما کی باید به سمت خشونت بریم کی نباید به سمت خشونت بریم کی باید پیگیری چه منافعی باشیم مشکل. من قسمت اخیر شما رو توضیح بدم که حالا با توجه به تجربه جنبش های اجتماعی که در بقیه کشورها هست که اسنادش هم خیلی ترجمه شده در اختیار جامعه هست خیلی خوبه هست که ما اونها رو مطالعه کنیم از اون تجربه استفاده کنیم اما لاغل تا اونجا که بنده برو کردم این آثار ترجمه شده و مکتوب شده شرایطشون با شرایط جامعه ما متفاوته مثلا در حالا مثلا جنبش سبز آلمان هست یا در کشور یوگوسلاوی هست یا آمریکای لاتین هست جنبش های اجتماعی که اونجا بودن اونو از اون بستا او کرده بودن یعنی شرایطشون جریان استبداد دینی نبوده این یه نکته که در حال با توجه کنیم نکته دوم این است که با توجه به اون حالا دینی و اون نگاهی که داره اگر جنبش اجتماعی دنبال خشونت باشه اونا خشونتشون قوی تره به اتفاقا اونها تجربه نشون داده خودشون رادیکالیزه میکنن فضا رو خشونت میکنن که خشونت اعمال بکنن بنابراین جنبش اجتماعی ما برای, برای موفق بشه باید سیاست خوشمت پرهیزی و مسوارت آمیز رو انتخاب بکنه تا آب تو اون آسیاب نریزه این نه تنها تجربه بعد از انقلابه حتی تجربه قبل از انقلاب هم همینطوره راجب 16 آذر دانشگاه من که دوتا مسابقه داشتم توضیح دادم شاید دکتر چمران خودش نازه بوده خاطراتش رو نوشته در گوگل میتونید جستجو کنید دقیقا در 16 آذر سال 32 خود شاه فضا رو رادیکالیزه کرد که در اون خشونت رو در دانش فنی اعمال بکنه و سه نفر به شهادت برسن در تجربیات بعد از انقلاب هم شما در 18 تیر سال 78 دارید خیلی دیگه روشنه دیگه مکتوب شده خود آقایون رادیکالیزه کردن و خشونت کردن 88 هم همینجور بود شما داستان 88 رو اگر کسانی که حضور داشتن مرور بکنید خود همین نیروها بودن که در واقع زمینه فرام فراهم میکردن یه تجربی است که بنابراین جنبش اجتماعی ایران باید بپذیره که در خشونت اسلام دینی خشنتره و خودش مایل که جنبش خشن باشه تا با خشونت بیشتری برخورد بکنه به همین مناسبت راهبرد این است که ما جنبش اجتماعی ایران در حال هم مسلمت آمیز باشه هم خشومت پرهیز باشه حتی مقدور در حال حالا گاهی واکنش های ایجاد میشه خب اون واکنش ها باید محدود باشه ولی راه برد باید خشومت پرهیز باشه جامعه شناسان در واقع بررسی دارن همین نگاه رو دارن نشون میدن اما اون بحث سال اولیه شما که ممکنه مطالبه اصلی مردم آزادی نباشه بله این نستی که مشکل در حال معیشتی داره زندگی براش مطرحه اصلا آزادی براش مطرح نیست اون میگه من میخوام زندگیم داشته باشم یه جوان تاثیر کرده میگه من شغل داشته باشم این حق داره چین حرف بزنه اما کسانی که نگاه راهبری دارن مگه میشه تصور کرد که بدون توسعه سیاسی شما توسعه اقتصادی داشته باشید این که بحث کارشناسیه زمینه که اون نگاه محترمه اما تمام تجربیات کارشناسی شما همین حالا اقتصادان اخیر دیدم مقالاتی داشتن که حتما شما تو فضای مجید دیدید میگن مشکل اقتصادی ما ریشش سیاسی است و بعد سیاسی حل بشه کشور هاشی خریج فارس چطور؟ کشور هاشی خریج فارس حالا اجه اون جداگانه مطرح کشور خودم ببینیم اما کشور خریج فارس هم چون شما اجه پس من این سوالت عبور بکنیم بنابراین این مطالبه حقه اون کسان هم که در واقع مطرح میکنن این فرایند رو طی میکنن البته اگر در دورانی مثلا تحریم برداشته بشه ما بتوانیم توسعه اقتصادی بکنیم باید همه استقبال بکنیم اگر هم به صورت در واقع میونبر حاکمیت اقداماتی بکنه حالا با برداشتن تحریم برگشت به برجام فضای آماده بکنه که گره های اقتصاد جامعه باز بشه همه باید استقبال بکنیم چرا برای اینکه اگر مشکل معیشت مردم حل بشه به طور طبیعی جنبش اجتماعی جان تقویت میشه برای مطالبات اصلی خودش حرکت خواهد کرد برای این سوال شما کاملا به جاست که اگر هم زمینه هایی برای توسعه اقتصادی باشه ما باید حمایت کنیم که در حال توسعه اقتصادی انجام بشه برای توسعه اقتصادی زمینه رو برای تقویت جنبش اجتماعی و آمادگی جامعه فراهم میکنیم اما این مطلب سوال شما مفید در حال که کشورهای حوزه خلیج فارس چرا توسعه بده کردن دو مش... دو پارامتر هست یکی فرهنگ جامعه اونجا هست شما مثلا امارات رو نگاه کنید قطر رو نگاه کنید خود عربستان سعودی رو نگاه بکنید فرهنگ اونجا نگاه بکنید قب... قبایلیه در واقع در واقع چون بنابراین همیشه عادت کردن که باید یک کسی در اون بالا باشه اما غیر از اینه بعد از انقلاب تمام کسانی که با انقلاب ایران موافق نبودن و مخالف بودن سرمایه‌گذاری سنگینی کردن در حوزه خلیج فارس و تمام پیرون پیرامون ایران که زمینه توسعه این کشورها فراهم بکنن که در واقع ما رو در مقابل یک واقعیت قرار بدن که شما عقب مونده هستید خود من یه فرصت هایی مثلا در دوبه ارزیابی کردم اونجا رو واقعا شرکت هایی که دارن کار میکنن عمدتا شرکت انگلیسی هستن سرم گذای سنگی دارن انجام میدن خود اونها هم با استقبال دارن در حال زمینه های توسعه خودشون می فراهم میکنن که اون شرایط در داخل کشور ما فراهم نیست که یعنی شما دیفرم خسته نباشید من میخواستم یه چیزی بگم که الان علاوه برای اینکه اعتماد بین مردم و حکومت کاملا نابود شده حالا نگیم از این لحظه یعنی کاملا چیزی ازش نمونده اعتماد بین مردم و مردم هم میشه گفت خیلی کم شده به خاطر اون ویژه پروری که حاکمیت داشته و یک سری افرادی که طرفدار خودش بودن رو حالا مثلا بهشون یه سری رانت هایی در اختیارشون گذاشته و اینها خب اعتماد بین مردم و مردم هم از بین رفته مردم میگن که حالا که بقیه میخورن بذار منم تا جایی که میتونم این کار رو بکنم بعد اینکه افراد روشن فکر و مناسب و معتمد یا نیستن یا اگر هستن رسانه ای ندارن یعنی خیلی مردم نمیشناسنشون کسایی که بشه بهشون اعتماد کرد به خاطر همین خب بعد اونایی هم که رسانه دارن یعنی سه مرحله داره یا نیستن یا رسانه ندارن یا اگر هم رسانه دارن سرکوب میشن و زندان میشن خب من میخوام بدونم که وقتی فعالیت های حزبی و این فعالیت ها تو ایران آزاد نیست و از اون طرف مردم به هم اعتمادی ندارن و شخص معتمدی هم وجود نداره این وفاق ملی عملا میشه گفت غیر ممکن میشه و به قول دوستان در حد روی کاغذ میمونه چون واقعا جامعه چند پاره شده و کلا برچسب های مختلفی توی زمینه های مختلف روی آدم ها یعنی خورده که حالا این حکومتی این نمیدونم بیهجابه اون با هجاب این دیندار این نیست اون نیست یعنی خیلی جامعه چند پاره شده و این وفاقه عملا یک فرایندی که از نسل ما خارج میشه و نسل ما عملا باید بگیم که بسوزه تموم شه بعد حالا ایشالا نسل بعد به یه چیزی برسه اینکه یه امید به بهبودی در ماها ایجاد بشه این چه جوری میتونه باشه که اون وفاقه رو بدونیم واقعا داره اتفاق میفته نه اینکه بگیم حالا چون زمان میبره خب باشه حالا شاید ما هم این بسط دیگه نبودیم کل خب بله یعنی این اتفاق ملی دو چالش داره یکی مشکل فرهنگی خود ما هست که در حال که اشاره کردید برای کار جمعی خیلی آمادگی نداریم یه عامل خب عامل خود حاکمیت هست در واقع جوری عمل کرده که در حال نهادهای مدنی نتوانه شکل بگیره حالا مثل مثلا جماعت امام علی یه نهاد کاملا خیریه وقتی توانمند هست میبینید اون چالش ها برش به وجود میاده خب یه باورم دارن که میگویند ما نیاز نداریم مثلا به نهاد مدنی نیاز نداریم به حزب حالا شاید تو پرانتز مرز بکنم که اگر احزابی هم وجود دارن یک احزاب نمایشی هن. یعنی اصل پیش قانون اساسی هیچ وقت اجرا نشده یعنی در واقع این, این کمیسیون ماده در وزارت کشور هست که که با یه ضوابط خاصی کسانی که داخل خاصی داشته باشن میتونن عمل بکنن به محض یک کم عدول میکنن در واقع مثل حزب اتحاد این چالش برش به وجود آوردن بنابراین آقایون میگن خب به حال ما سپاه هست بسیج هست دیگه مساجد هستن اگر میخواد کار جمعی بکنید تو همون بسیج باشید دیگه شفاف هم گفته میشه به حال بیشتر امکانات مالی و بودجه اینا در بسیج و نهادهایی که در مساجد هستن خب اونها هم در واقع همین نگاه رو دارن وقتی مدیرت بالا هست دیگه از پایین نباید نهادی شکل بگیره خب ما هستیم دیگه شما اگرم هم هستید باید نمایشی باشید خب این دو تا واقعیت وجود داره و چالش در واقع جامعه ما هم این دو تا واقعیت هست اما به رغم این دو تا چالش که در حال وجود داره ولی بالاخره جامعه آگاه ما هم در حال با این توسعه فضای مجازی که در حال امکاناتی هست که در گذشته نبوده شبکه های اجتماعی که در همین فضای مجازی ایجاد شده و همکاری که داره انجام میشه کاملا قابل توجهه به رقم محدودیت نهادهای های مدنی که در کل جامعه هست اه هم اهل تسنن هم دیگران در به خصوص نهادهای مدنی که در حال در نقاط مختلف کشور به ویژه در نقاط محروم کشور مثل سیستان، بلوچستان، مثل کردستان حتی خودستان و مثلا خراسان جنوبی نهادهای مدنی که الان هست بسیار گسترده است و نیروهای بسیاری الان دارن توی نهادهای مدنی یا رسانی میکنن بنابراین من میخوام بگم که به رغم همین چالش که درست اشاره کردید وجود داره اما اقلانیت جمعی جامعه ما و این ضرورت ها در واقع این راهکار پیش رو ما گذاشته که بله چالش هست اما راهکار همین است که ما باید در کنار هم باشیم منطقه متناسب با شرایط حالا یه موقعی هست که میتونیم جلسه حضوری داشته باشیم اگر نتونستیم حضور داشته باشیم جلسه مجازی میذاریم مجازی با هم گفتگو میکنیم یعنی از ابزارهای مختلف ممکن به رغم تمام فیلترینگ و مجموعه موانی که وجود داره ولی در جامعه ما در حال این نگاهی که ما باید کار جمعی بکنیم در رشد پیدا میکنه شاخصاش دیده میشه و در بین کنشگران اجتماعی هم ضرورت گفتگو و هماهنگی به عنوان یک ضرورت مطرح و داره دنبال میشه ولی من میپذیرم که پیچیدگی وجود داره و شاد سخته و باستی این چارت سختم مدیت بکنیم از این چالش عبور بکنیم تا بتوانیم در حال در همین راهبرد ادامه بدیم منم خیلی تشکر میکنم از فرمایشاتتون شما یه جایی به کلید واژه آگاهی بخشی اشاره کردین ممکنه که فلاسفه و متفکران مختلفی بیان در یک جایی از دنیا درباره فلسفه اخلاق یا استبداد, استبداد ستیزی و هاکسا صحبت کنن اما در جای دیگه یک شخصی مثل هیتلر و نازیسم ظهور کنه هر کدوم از اونها میتونن مدعی آگاهی بخشی باشن اما این آگاه... آگاهی بخشیشون تا چه حد تداوم داشته و تا چه حد تاثیر داشته شما در جنبشی که در واقع در سالهای شست به بعد تشکیل میشد صحبت میکردید و فرمودین که تلاش بر آگاهی بخشی داشتن و از تاثیرگذاریشون صحبت کردین و در جای دیگه از گستردگی صحبت کردین تا چه حد این تاثیرگذاری ملاکه و تا چه حد گستردگی این جنبش ها ملاکه در اون زمان تا چه حد تونست تاثیرگذار باشه و آیا تداوم پیدا کرده واقع که تداوم پیدا کردن اون رو در واقع ما نمیتونیم مشاهده کنیم نکته بعدی هم اینه که در اون زمان شما از در واقع گستردگی این جنبشها و تا حدی آزادی داشتنشون صحبت کردین در اون زمان تاثیرشون به این صورت بود چه برسه الان که در واقع در هر کدوم از اونها در یک فضای استبداد و خفقانی دارن به سر میبرن یک جای دیگه هم شما حکومت رو در واقع نمیدونم به عنوان راهکار مطرح کردید یا به عنوان یک تئوری که حکومت رو مجزا در واقع و مبرا از یک در واقع اشل دینی و احکام دینی بدونیم اما نه سیاست رو سیاست گذاری و اعمال سیاست در واقع ابزار حکومت هستش مشخص اصلا عقیده یکی از فلاسفه با عنوان روجه گارودی این هستش که دین برای تمام ابعاد فردی و اجتماعی و سیاسی در واقع زندگی افراد برنامه هایی رو ارائه داده حالا ما اگه بخوایم اون در واقع کلیت رو مبرا از دین بدونیم اما اون ابزار رو همراه دین بدونیم این به نوعی روی کرده گزینشی نمیشه نسبت بدیم و اوزار رو از اینکه کلا بیایم دین رو در واقع نقص کنیم بدتر نمیکنه به نظر شما خب شما در واقع سوالاتون متعدد بود اما سوال آخر من... دو تا سوال بود اولش این سوال من پاس... دوم توضیح بدم بله این بحث ضرورت جدایی نهاد دین از حکومت و پیامداش مورد نظر شما هست در واقع ببینید این رو خب دو دلیل داره یکی تجربه قرون وسطا هست اروپا هست که اگر توسعه در اروپا ایجاد میشه دقیقا موقعی است که نهاد روحانیت مسیحیت و کلیسا از قدرت جدا میشه به تدریج زمینه های دموکراسی فراهم میشه خب این رو شما از سالهای مثلا 1700 800 900 که بعد از اون بستا هست شما در تاریخ میبینید شاید مثلا حالا من دارید بخوام اشاره داشته باشم تاریخ مثلا دیویس ساله اخیر اروپا رو نگاه بکنید میبینید که اولین زمینهای های دموکراسی در انگلیسه پارلمان تشکیل میشه مردم در حال انتخابات آزاد دارن دمانده انتخاب میکنن خب در داخل پارلمان مثلا چند نگاه برای توسعه مطرح میشه میان داخل پارلمان نمیتونن انجام بدن این نگاه ها میان بیرون گروه های تشکیل میدن که واژه پارتی و حزب در واقع شکل میگیره اصولا احزاب در اروپا موقعی شکل گرفته که اول دموکراسی بوده بعد احزاب به احزاب ضرورت در واقع تشکیل میشن امروز مثلا شما در آلمان ببینید در فرانسه در حال انگلیس در آمریکا حتی در کشورهای در حال توسعه که میبینید احزاب که تشکیل شده تعداد سه تا چهار تا پنج تا هستن که در حال نگاه های متفاوتی دارند و در انتخابات آزاد هر کدوم رأی, رأی بیشتر دارن برنامه خودشون اجرا میکنن اما ما در جامعه ایران که در واقع دینی حاکمه باور نداره به این کار اون که قبلا توضیح دادم اصل بیشی قانون اساسی که در واقع تصریح شده که فعالیت احزاب علل اطلاق آزاده شما اگر مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی رو کنید را حالا خیلی بکنیم از مرحوم دکتر بهشتی خود ایشون در حال صحبت های در این زمینه تاکید میکنن ولی همونجا کسانی بودن که باور نداشتن هم مثلا سنتی داشتن منتها با اکثر تصدیق میشه اما در جمهوری اسلامی بعدا همون نگاه اقلیت حاکم میشه و اصلا اصلا قانون اساسی و اصلا احزاب و شوراها و اینا اصلا به دست فراموشی سپرده میشه بزن همینجا من اشاره بکنم که اگرچه در سال هفتاده هفت آقای خاتمی قانون شوراها رو اجرا کردن که اصلا در مجلس پنجم و بقیه پنجم اصلا دیگه شوراها نبود یه چیز شوی نمایش شورا بود ولی آقای خاتمی کار بزرگی انجام دادن که شوراها رو در سال هفتاد انتخابات رو برگزار کردن و تجربه مثبتی بوده اگرچه حالا من به دفعات در های متعدد مطرح کردم که اون نگاهی که ما اول انقلاب داشتیم در تدوین اصلا حالا شهر تهران تقسیم بندی شهر تهران و اون ایده مدیت واحد شهری که اصلا شورا شهر چگونه ما تشکیل بشه اتفاقا قانونش هم تایید شد در مهمای سال 58 به تازه شورای انقلاب رسید اما بعدا همه رو گشتن کنار که در حال به همون صحبت قانونی در اومده که امروز مثلا شهر تهران که حالا حدود مثلا 89 میلیون جمعیت داره شوراش پیش یک نفره که خودتون هم ما کاری نیستیم فقط یک شهردار انتخاب کنیم اصلا نقشی در سیاست گذاری برنامه و نظاره اصلا ندارن در حالی که نمیگم در کشورهای توسعه یافته مثل اروپا یا آمریکا شورا چه نقش موثری دارن و واقعا از پایین جامعه در واقع شورا حضور دارن. حتی مثلا در که ترکیه که همسایه ما نگاه کنید مثلا در اسلامبول شورا سر سی داره از شورای محله میاد بالا و خود مردم دارن اونجا اداره میکنن یه این یه این تفاوت های نگاهی هست که با همون نگاهی که به حال بر از انقلاب حاکم شده باور نداشته از اینکه حتی اصول قانون اساسی اجرا بشه و مردم در حال حضور داشته باشن بنابراین این بخش فکر میکنم که یه مردار طبیعیه در حال که در حال این فراین با تی بشه تا اون نگاه حالا ما میگیم اسلام رحمانی که در حال اسلام اسلام در حال انسان محور در جامعه حاکم بشه تا انسان در جاگه طبیعی خودش بشه تا اون شرایط خود به خود شکل حاکمیت و حالا که قبلا توضیح داده شد انتخابات آزاد انجام میشه و مردم حاکم میشن این فرانت میشه اما را که سوال اولتون یه بار دیگه تکرار کنید من متمرکز باشم به سوالتون درباره تاثیرگذاری جنبش ها و در واقع نهزت هایی که خودتون فرمودین در اون زمان تاثیرگذاریشون به اون صورت تداوم نداشت و تا چه حد تاثیر ب... حتی زمانی که در بدنه یعنی این توضیحی که من دادم که بعد از انقلاب راهبرد آگاهی بش مطرح بوده چقدر تاثیر گذار بوده و اینکه الان با این شرایط استبداد تا چه حد میتونن جنبش داشته باشن استبداد از اول انقلاب بوده ابتدار امروز که نمیده که شما از اول انقلاب ولایت فقیه بوده از کردم سال 64 با بازرگان خواست نامزد باشه شخصیت مهندس بازرگان دیگه دولت موقت صادر میکنن توضیح من دادم فقط اشاره کردم شما مجموعه انتخابات بگید انتخابات هیچ وقت در ایران برگزار نشده نمایش انتخابات بوده برای اینکه باور نیست که مردم باید بر سرنوشت خودشون حاکم باشن اونتا مدارا میکنن یه نوع مدارایی بوده که در به تدریج به این شکلی که امروز ارز کردم بعد 96 در اومده پس تشدید و آشکار شده اما ببینید من. این حرکت آگاهی بخشی گام به گام انجام شده ببینید مثلا حالا من اشاره بکنم اولین انتخابات مجلس در سال هشت انجام میشه دیگه شرایط بود که انتخابات آزاد برگزار شد چون مجلس اولی که میبینید حالا ذکری خیلی بکنیم از آقای مجلس بازرگان و دوستانمون که ستاد تشکیل دادن نام همنام و نه تنها از اعضای نهضت بلکه از تمام شخصیت هایی که مناسب بودند در واقع حمایت کردند همنام هم در واقع مخفف هیئت بررسی نامزدهای انتخابات هم نامه. این هنری بود که من بازگان در ایجاد نهادهای مدنی خلاصه میکردن حالا مثل مثلا متا در سال سی مکتب تربیتی اجتماعی عملی که نقش مؤثری در سالهای سی و چهار به بعد داشت در ایجاد نهادهای مدنی که حالا این در اصلا تاریخی آمده مراجع کنید خواستم فقط یه هنر آیمانس بازگان در نامگذاری های در نهای نهاد های مدنی باشه ببینید اون انتخابات که آزاد انجام شد نتیجهش بعد از خورداد شست فضای سیاسی بسته شد اما در انتخابات مجد دوم چگونه عمل شد قرار بود که دیگه انتخابات فرماشی باشه به همون ترتیبی که میخوان انجام بشه ولی نهست آزایجان در ده شست تنها سازمانی بود که ایستاد و در حال مقاومت کرد به خاطر رهبرانش که در مدیان انقلاب بودن همون خیابان متحری دفتر نیستاد آزایران بود سازمان داشت نهاد داشت خب سمینار نیستاد آزایران گذاشت سمینار تأمین آزادی و سلامت انتخابات ببینید نیستاد هم از هم موقع بحث آزادی و سلامت انتخابات مطرح کرد همون موقع ریختن در دفتر نهست در حال خشونت ایجاد شد آقای من سباقیان که اون موقع نماینده مجلس بودن در مجلس اول گزارش میدادند که این چون فیلمش به دفعات منتشر شده در فضای مجازی من فقط دارم یاداوری میکنم داشتم گزارش میدادن که این سمیناری بود اینطور شد اینطور شد ایدی آمدن در حال برخود با باشون مرحوم از موین فر آمدن نماینده مجلس بودن فضای ایجاد شد خب ببینید از همونجا تلنگر زده شده که مردم انقلاب کردن برای اینکه آزاد باشن انتخاب آزاد باشه شما بسید بر از خوردادش است. با خشونتی که مجاهدین در واقع تحمیل کردن اون موقع به خارج از زمان و این آب به آسیا به در واقع همون نگاه در واقع کاران ریخته شد که استفاده کنن و فضای جامعه رو ببندن خب این بسته شدن فضای جامعه همینطور از سال 62، 63، 64، 65 چون اسناد تاریخی بینی ادامه داشته و نشریاتی که نه داشته سخرنانی هایی که بوده و در حال نشریات که ارز کردم بیش از دیویست اثر منس بازرگان داشته خب اگر این کار آگاهی بخشی در این چهارده انجام نمی شد مگه امروز هشتاد درصد جمعیت ما این طرف بودن من نمیخوام بگم فقط نهصد آزیار نفر منس بازرگان بود از جمله ارز کردم که در ده نقش اصلی داشتن خب شما شخصیت مثل آقای دکتر سروش بودن کیانو داشتن و بعد هم همون خود دوم خورداد نقش موثری داشت باز شدن فضای دوم خورداد نقش موثری داشت آقای دکتر که معاون وزیر علوم در موقع بودن در, در داشت. در ایشون, ایشون در بیش از سه هزار نهاد مدنی در دانشگاه شکل گرفته تحول بزرگش در, در این دوره در دانشگاه شکل گرفته رسانه ها رو نگاه بکنید مجموعه عوامل موجب شده که در واقع جامعه ما در این چهاردهه در حال به این صورت در بیاد که در واقع لاغل در یه چیز دارن که آقا ما همجور که آقای دکتر مرازین مطرح میکنن میگن 80 درصد جامعه شما نمیخوان یک جامعه شناس بر اساس مبانی جامعه شناسی و مستند میگن 80 درصد جامعه شما نمیخوان این مطالبه هم دو به دست نمیده همین مجموعه تلاش های آگاهی بخش و کارهای مختلفی که در حال انجام شده حتی نهادهایی که در خارج کشور بوده و ایرانیانی که تعهد ملی داشتن در خارج کشور در حال کار آگاهی بخش دارن انجام میدن بذارید من فقط یه مثال بزنم آقای مس عبدالی بازرگان در یک شراسی به آمریکا رفتن دیگه نتونستن برگردن خب این کار آگاهی بخشی که آقای مس بازرگان در آمریکا دارن انجام میدن در فضای مجازی آموزش های قرآنی و اجتماعی خب بسیاری از شما احتمالاً در جریان باشید که حتی آثارشون در داخل کشور بسیار پر مخاطبه خب نقش آگاهی بخش داشتن آقای دکتر کدیور بعد از اون مسائلی که براشون پیش آمد بازداشتی داشتن خب به این جنبندی رسیدن که به خارج کشور برن بعضی هم ایشون رو در واقع توصیه کردن که این کار رو انجام بدن خب امروز آقای دکتر کدیور که استاد دانشگاه در آمریکا هستن نقش مؤثری در آگاهی بخشی دارن این کار آگاهی بخشی من به عنوان نمونه دارم عرض میکنم بنابراین ایرانیان ما در داخل و خارج کشور این نقش آگاهی بخشی داشتن جامعه به این درجه آگاهی رسیده این سرمایه اجتماعی است همش قبلا توضیح دادم این سرمایه اجتماعی باید سامان پیدا کنه و پیدا میکنه منتها زمانبر پر هزینه است بله که این سرمایه اجتماعی به صورت جنبش اجتماعی زرشتی پیدا کنه که در واقع حاکمیتی که هست در این تقابل نیروها با حداقل هزینه با پریز از خشونت بتوانند حتی المعدود در اونجا بتوانه این فرایند طی بشه بنابراین بنابراین اگر اسناد تاریخی رو مرور بکنیم خود اسناد تاریخی به خصوص برای نسل جوان شما میتونه بسیار آموزنده باشه که بتوانیم فرایند رو تقویت بکنیم مثل اینکه طولانی شده بفهمید یکم کوتاه‌تر سوال بله. و پاسخ باشه من یه سوالی داشتم خیلی کوتاه میگم که شما خودتون ارز میکنین هشتاد درصد مردم مخالف این حکومتن و به گوششون هم رسیده و طبق حالا آموزه های دینی یا هر چی که بخوایم فکرشو بکنیم وقتی مردم یه حکومتی رو نمیخوان پس باید خود به خود خودش کنار بکشه و وقتی این کار نمیکنه خب یعنی که داره دیکتاتور بودن خودش رو ثابت میکنه و حالا فرض کنین شما خدای نکرده بچهتون رو فرزندتون یکی از عزیزانتون رو میکشن بعد نمیدونم تمام قاضیای اون شهر علیه شما تمام حکومت علیه شماست و اگر هم صحبتی بکنین خودتونم ممکنه بکشن یا کلی حالا تهدیدات دیگه اون لحظه شما چی کار میکنین که چه, چه کاری ازتون برمیاد که حالا فرض کنین تمام مردم اون شهر هم با شما هستن ولی خب چه فایده وقتی که حکومت و تمام قاضی و تمام مسئولین علیه شما هستن علیه شما و مردم هستن چه کاری به غیر از خشونت هست چه راهکاری به غیر از خشونت هست و شما میگین باید صحبت کرد خب چه جوری صحبت کرد اینکه منسجم بشه اون جماعت و بتونه صحبت کنه این رو اگه یه راهکاری به ما بدین ممنونتون میشم بله راهکار واقعی همون از کردم که باید جنبش اجتماعیان بیسته بله حجم داره ممکنه فرزند بندم در حال مشمول همین خشونت باشه من باید بیستم همونطوری بسیار ایستادن کسانی که, که فرزندانشون در حال کشته شدن شهید شدن ولی ایستادن و کار آگاهی بخش انجام میدن تسلیم نشدن بعضی هم ممکنه تسلیم شده باشن ولی عموما شما ببینید که تسلیم نشدن و این سرمایه اجتماعیه ولی در حال این ایستادگی و عقل جمعی و استفاده از تجربیات جنبش اجتماعی که در بقیه کشورها هست و شرایطی ما در ایران داریم خب اینا در واقع مجموعه راهنمایی هایی است که در حال به این آگاهی جامعه میده که چگونه سامان پیدا کنه بله کار ساده نیست من میپذیرم کار ساده نیست اما کار شدنی است در بقیه کشورها شده در بقیه کشورها می تجربه دارن و ما باید باید تجربه رو استفاده کنیم خود ما هم در حال باید بومی کنیم تجربیاتمون رو در حال بتونیم کوشش کنیم که این هزینه رو کاهش بدیم با خشونت پریزی با حداقل در واقع هزینه بتوانیم این فرایند گذار رو طی بکنیم این گذار بله بسیار ممکنه پر هزینه باشه ولی ما باید تحمل عمومی جامعه رو بالا ببریم با آگاهی بذارید من به حال مثال بزنم این آقای فرهاد میسمی که خب دیگه در فضای مجازی هم سوابقشون هست به عنوان یک دکتر متخصص هست سوابق خدماتشون کالاشون شغلاشون اما تمام وجودشون رو در اختیار جامعه گذاشته داره الگو میشه میگه من ایستادم شما بیستید پیامش همینه و خب چرا جامعه داره حمایت میکنه ازشون و درخواست میکنه که شما متوقف کنید اتصابتون رو جامعه به شما نیاز داره در واقع این پیامی است که او به جامعه داره میده جامعه هم داره به او میده که پیامش ایستادگی است ایستادگی جمعی است همه بستیم تا جنبش اشمایلان بتوانیم این فرایند رو با حداقل از این طی بکنه من یه برداشت خودم و کلی از هم فضا هم از حرف شما میگم و حالا امیدوارم که تاش حالا نیمچه سوالی که دارم و پاسخ بدی دیگه سوال اصلی هم. یا شاید ربط خیلی به چیز نداره این یعنی یه خود متفاوته از شما داشتم ببینید تصور من اینه که ما دو تا اتفاق موازی تو کشورمون داره میفته یکی یعنی باید بیفته و داره هم حالا میفته یعنی یکی این خشونت و نفرتیه که مردم حالا نسبت به همدیگه یا نسبت به حکومت بیشتر در حقیقت واسهشون خلق میشه به دلیل حجاب به دلیل برخوردهای قومیتی به دلیل عدم نقد به عدم رسمیت شناختن مذاهب نمیدونم این تیپ کارهایی که خوشونت و نفرت رو دامن میزنه و یه فرایندیه که حالا بهش میگیم اصلاح حالا کاری نداریم راهکارش چیه و سرعت خوشونته خیلی بیشتر از سرعت اصلاحه چون خیلی اون فراینده با عوامل مختلفی از ریزترین آدم های داخل حکومت تا بزرگترین آدم های داخل حکومت بهش دامن میزنن ولی اصلاحه رو به نظرم یه خورده بد داره مطرح میشه هم شما پیشنهادی که مطرح مثلا کردید به عنوان اصلاح قانون اساسی و دقیقا بازنگری و رفراندوم قانون اساسی اینقدر این پیشنهاد رادیکاله حکومت 76 رو تحمل نکرده توسعه سیاسی یعنی فقط یه بخشش یه بخش اصلاح رو حکومت اصلاح روابط خارجی رو تو سال 92 تحمل نکرده بنابراین قطعاً رفراندوم قانون اساسی هم در تو مرتبه بالاتر قطعا قبول نمیکنه یعنی انقدر این هدف رادیکال هست که از الان محکوم استش بیر نشنیدن و جام به دلیل این پیشنهاد رادیکالی که داره داده میشه و پیشنهادی که عملیاتی نیست به نظرم جامعه هم خورده از آدم ها عبور کرده یعنی مهندس موسوی مثلا توی بهبوهه اتفاقات این چند ماه حرفی میزنه یا آقای خاتمی حرفی میزنه شما واکنشی نمیبینید نسبت به صحبت هایشون یعنی بالاخره دلسوزند یا آقای خاتمی مثلا دلسوز آقای مهندس موسوی بالاخره دلسوزه از حالا از دید خودش و این جمعیت هیچ استقبالی نمیکنه. جمعیت کاملا سلبی این 80 درصدی که میگید نمیخوان کاملا نمیخوان هر کی به یه دلیلی هیچ محور مشترکی ندارن و به نظرم این باعث میشه که همچنان آینده به سمت تیره و تارتر شدن میره حالا من دقیقا تق... تق... درخواستم از شماست که حالا نهزت آزادی به عنوان یه نهادی که سالهاست بوده این تدریج در مبارزه رو یه خورده بیشتر بهش نگاه بکنه یعنی اینکه ما صرفا پیشنهاد بدیم رفراندوم قانون اساسی این اصلا تدریج در مبارزه نیست مهندس بازرگان خودش چجوری شروع کرد یه روزی این جلومدش توی دادگاه معروفه که این آخرین من آخرین نفری هم که با این زبون باد صحبت میکنم و بعدی ها معلوم نیست با چه زبونی باد صحبت بکنم یا من شنیدم آقای روحانی که توی مرکز اسناد بود توی تاریخ نگاری انقلاب اگه اشتباه نکنم توی یکی از نامه هایی که اماخونی نوشته بوده به شاه که زیرش نوشته نوشته بود عزت شاه مستدان می‌خواسته اینو کنه اما بهش میگه حذف نکن مردم بدونن از یه جای شروع شد این تدریجی یعنی ما از اینجا گفتیم آقا ما خیرخواهتیم تو سخنرانی اون برای کاپیتولاسیون ما میگه آقا ما خیر خواهیتم. بیا بیا بز کنار نزن مثل باباز بشی ولی این تدریجه ولی اینکه ما فقط دست بزنیم رو رفراندوم از این دور هست که به جای نمیرسه و به نظر یه گام گام های میانی خیلی سریعتر هم باید پیشنهاد بشه چون اون خوشونته خیلی سرعتش زیاده چون آینده تاریخی که جوان جلوش میبینه خیلی حجمش زیاد خیلی سرعتش بالاست و در حقیقت هیچ چشم نداره بنابراین دادن پیشنهادهای های میانه از طرف در حقیقت احزابی یا مثلا نهادهایی مثل نهزت آزادی یا افراد حقیقی مثل آقای خاتمی موسوی به نظرم راه درستری است اول بگیم آقای حکومت بیا مثلا زندانی رو آزاد میکنی یعنی باسه حکومت من میگم نفت داره زندانی رو آزاد میکنه به لحاظ بین المللی واسش برد داره آزادش میکنه یه عده ای از اون 80 درصد اون 20 درصده که دوستش دارن یه اون میشن 40 درصد واسش کف و سود میزنن آفرین جوان مردم رو آزاد کردی یه راهی جلو روش بذاریم که دلش بیاد انجام بده رفراندوم دلش نمیاد انجام بده و به نظرم روی این گام اوله حالا اگر چیزی به من بگید ممنون میشم و این رفراندوم قانون اساسی یه جورایی مثل واجه مثل اقتصاد مقاومتی تکیه بر داخل انقدر کلیست انقدر اون تهست که اصلا و راهی نگفته، آقا اقتصاد مقاومتی چیست تکیه بر داخل میگه خب رفراندوم قانون اساسی چه جوری میخوایم برسیم قانون اساسی ما ایراد داره ولی تا برسیم به اون نقطه یه راه طولانی است و ما اول باید این گام رو نشون و این یه نکته که حالا اگه پیشنهادی داشته باشید خوشحال میشم بشنوم یه نکته تو بحث هزبه و بحث و حالا بحث دقیق نهاد این نهادهایی که هستن ما آخر هویت متفاوتی داریم به خصوص نسل جدید هویتی که ناشی از فضای مجازی و شکل گرفته خیلی متفاوت است با هویت تاریخیش با هویت مذهبیش با هویت ملیش و برای همین یه جورایی انگار پشت پا زده به همه اینها شما هیچ علقه ای توی این جنبش نسبت به تاریخ نمیبینی نسبت به نسبت به مذهب نمیبینی در صورتی که خیلی از جوانایی که من تو پدر مادرهاشون احتمال بسیار بالای مذهبیه و شاید خودش هم توی نمیدونم محرم امام حسن بره یه بره 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 هیئتی هم بره ولی اینجا که میرسه شعار میده و مرگبر میگه این نهادها چیکار کار میکنن و فکر کنم علی اکرمی جزو حزت آزادی بود درسته؟ آقای اکرمی بله. چرا یه جوون جوانای در حقیقت خوشفکر ما مثل علی اکرم یه خدا دیگه جذب این احزاب نمیشن جذب این نهادها نمیشن و اونجوری پا نمیگیره دیگه یعنی جوون شدن همشون فرد مجزا و اون کاری که حالا مثلا مق... قبل از انقلاب تو مساجد انجام میشد نمیدونم تو محافل روشن فکری اصلا اینا همه مرده و دیگه نداره این چرا این, این سوال سوال من این حالا اگه پیشنهادی دارید بگید سوال اینه که چرا ما این محافلی که قبل از انقلاب بودن و این همه نهزت و نهاد و اینها داریم الان هیچ کاری از اینها چیزی از اینها دونه خب هر دو سوال شما سوال های راه بوردیه. زمان بیشتری میخواد که ما گفتگو داشته باشیم در این زمینه شاید فرصت بیشتری میخواد مگه بده من فقط کوتاه هزه بکنم بل ولی اینکه در مورد اون سال اولتون نهال حال که بیشتر متمرکز هست که یه بار دیگه تکرار کنیم این فرش که من گام به گام من میگم میخوام حکومت رو وادار بکنم اصلاح گام به بره. گام بعد بگیم اون تراوایی میگه قطعا ازش فرار دقیقاً بله ببینید این سیاست گام به گام و تدریجی جزء راهبردهای نهضت بوده حتی قبل از انقلاب مانس بازرگان مایل نبود که انقلاب اونجا سریع انجام بشه که در ما تاریخی دیگه دیگه بر فضای جای ما گفتمان انقلاب بود حتی دوستان خود ما هم در حال نپذیفتن بعد از انقلاب هم همین راه بود بوده ببینید موازه نهست رو نگاه کنید در ده شهست به تدریج هم گام به گام بوده یعنی مطالبات خیلی یا انتخابات برگزار میکنید آزاد باشه سالم باشه همین تعهداتی که در حال در قانون اساسی هست کنید به همین مناسبت تر بشه به همین مناسبت همواره نهست آزایدان التزام به قانون داشته ببینید خیلی مهمه یعنی مبارزه علنی قانونی و التزام به قانون اساسی این مصوبه تیرمای سال 59 نهست آزایدانه ببینید سال 59 جامعه ما ملتحبه تمام گروه های سیاسی دنبال در تداوم انقلاب بودند حالا حزب توده فدان خر مجاهدین خر تو اون شرایط خب نسبت آزادی جان با اون درایتی که در حال بازرگان داشت میدانست که این راه تورانیه باید گام به گام طی بشه شما اسناد نسبت نگاه بکنید ده هفتاد هشتاد همه همینطور است متاب همونطور که توضیح دادم سال 96 شرایط ویژه به وجود آمده دیگه اون شرایط دهه شست و هفتاد و هشتاد نیست سال 96 شیش حاکمت یک دست شده و خواسته یک دست باشه و رو حذف کنه خب وقتی که یه چنین رخدادی به وجود میاد و جامعه هم دیگه آگاه شده و اون موقع بیس چهار مون رای دادن به آقای روحانی دیگه در انتخاب هم شرکت نمیکنن خب شما باید در این شرایط یک چشمندازی برای آینده ارائه بدید بس رفراندوم قانون اساسی نیست که امروز الان انجام بشه چشمنداز این است که چون نهاد دین باید از نهاد قدرت و حکومت جدا بشه ساده تن همون ارز کردم قبلا راحل پارادایم شیفتی بود که من سال 97 مطرح کردم که نظری آقای خومنی مطرح کردم محترم هست ترجمه نشون داده عمل نکرده حالا بیاد شما یه نظری دیگه از خودتون هست عمل کنید ببین این هم نظر شماست که عمل کرد و نادر نظر اخوند خراسانی عمل کنید از خودتون ما نگفتیم بیاد ما رو عمل کنید میگیم نظر آقای سیستانی عمل کنید اخوند خراسانی عمل کنید نه بیاد آموزهای قرآنی رو عمل بکنید ببین این جمله تاریخ مس بازگان خیلی مهمه از 1060 مطرح کردن که جنگ ما جنگ حجت جنگ قدرت نیست جنگ حجت این چی؟ یعنی محورش همون دیست اثره یعنی نشون بدیم که مشکل اصلی چیه و جامعه آگاه بشه و شده جامعه جامعه ما آگاه شده یعنی حجتی که منس بازران دنبالش بود که بدانن دیشه مشکلات کجا هست که همین در واقع حاکمیت دین در قدرت این باید حل بشه این هم بلاز نظری هم تجربه تاریخی جامعه ما در سطح جامعه شناسی نخبگان همه آگاه شدن بدنه جامعه هم با تمام وجودش لمس میکنه حالا بخشی در معیشتی میبینن نسل جوان بیکاری فقر بخشی در نابرابری زنان میبینن گفتیشش اونجاست دیگه بخشی حالا در سیاست داخلی سیاست بینمالی بالاخره هر کسی از یه بود داره میبینه این مسئله رو بنابراین نهست آزایجان و بسیاری از کسانی که در همین جهت نگاه میکردن گام به گام متناسب با شرایط عمل میکردن بذارید من یه واژه دیگه به کار برم که همه در قرآن میخونیم شاید کمتر توجه کنیم عمل صالح ببینید شما سوره ورعصر رو میخونید ورعصر ان الانسان ها لفی خسر الا الذین آمنو و عمل الصالحات و تواصل بالحق و تواصل به ببین در ت... کمترین تعداد کلمات نگاه راه بردی داده ایمان هست و عمل سال عمل چیه؟ این عمل سال در قرآن زیاد آمده چرا خدا نگفته چی کار بکنید؟ که به من و شما که حکمت داده فرزانی داده در هر مقطعی متناسب با شرایط عمل بکنیم از بازگان و دوستان ما هم کوشش کردند که در هر مقطه متناسب با شرایط تحلیل کنن به وظیفهشون کار کنن که عمل صالح باشه ببین از ارز کردم 96 هم به جدیدی جدید به وجود آمد تمام توضیحات لازم ما دادیم راهکار رو دادیم و بعدم خب چشمانداز و آیندن است این که چشمانداز این است که بالاخره قانون اساسا پیش بینی کرده مردم شما رو نمیخوان رأی بگیرید این درخواست درخواست انسانیه وقتی 80 درصد مردم شما نمیخوان آمار رسمی هم در حال نشون میده کارشناسان جامعه شناسا مطرح میکنن خود شما بهتر از ما میدونید خود شما سیستم اطلاعاتی رو بهتر میدونینو چرا تسلیم خواست مردم نمیشید مگه آموزه قرآن و پیامبر نگفته که باید در کنار مردم باشید مگه حضرت علی این, این عمل نکرده پیامبر چه این عمل کردن شما راه پیامبران دنبال کنید راه امامان که الگوی ما هستن عمل بکنید ببینید بنابراین قسمت اول به نظر من روشنه که ما این چیزا که آقای موسوی هم که مطرح میکنن راه برده طبیعی است اگر همین راهکارهایی که آقای خاتمی مطرح کردن 15 تا محور مطرح کردن خیلی ساده است شما بیدا این شورای نگهبان که تخلف میکنه از اصل 99 قانون اساسی خیلی روشنه وظیفه شورای نگهبان این بوده که در کنار ملت باشه که اگر وزارت کشور خاص تخلفی بکنه نظارت بکنه سوی ملت این اصل 99 قانون اساسیه حالا آمده یه تعریفی کرده که من نماینده خدا هستم من با تشریف بدم هر کی من میگم فقط بیاد ملت هیچ کار است آیا این اطراف نیست خب اصلاحش کنید از این بهتر میشه بازگشت به قانون اساسی بازگشت به تعهدات اول انقلاب از این سالی تر که نمیشه که بنابراین تمام پیشنهادهای آقای خاتمی هم در همین راست بیاد بیاید دانشگاه های ما همیشه مستقل بوده دانشگاه برای اینکه توسعه پیدا کنه دانشگاه باید مستقل باشه ببینید قبل از انقلاب بذارید من حالا خاطره طولانی اگه شد کنید چون وقت جلسه دیگه خیلی طولانی شده بله. اول بهمن که حمله کردن رئیس دانشگاه در ایستاد در کنار جنبش دانشجویی اساتید الان رئیس دانشگاه فنی رو رئیس دانشگاه در نصب میکنه در حالی که دانشگاه فنی رئیسش رو در شورای معاونی تعیین میکردن همه چیز داره خلاف عمل میشه خب وقتی یه چین داره انجام میشه دست مدل کشور بنابراین باید چیکار کرد باید راهبرد داد راهبرد اینه اگر میخواد عمل کنید ببخشید طولانی شد من خیلی لطف کردید آقای دکتر متشکرم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید از دوستانم ممنونم که سوالاشونو پرسیدن فقط به عنوان بحث آخر حالا ذکرم از آقای کدیور آقای بازرگان شد اگر قرار باشه سه نفر دیگر رو معرفی کنید که ما اینجا میزبانشون باشیم و به همین سالات پاسخ بدن اون سه نفر کیان آقای دکتر سروش بشه خوبه بتونید سوال کنید آقای یوسفی اشکوری میتونه صحبت بکنید آقای فروخ نگهدار کسانی هستن که در حال کسانی هستن که فضای مجازی هستن میتونید دعوت کنید باشون گفتگو کنید و دیگران آمد. دیگران بله منم تشکر میکنم امیدوارم که در حال این نور جلسات گفتگو بتوانه در حال فرصتی باشه برای تری سوالات و گفتگوها و من مطمئنم که این نور جلسات گفتگوها کم کم اون نگرانی که شما دارید انسجام به وجود میاد و همه میپذیریم که باید در کنار هم باشیم در کنار جنبش اجتماعی باشیم بدون انسجام و کار جمعی ما نمیتوانیم به این مطالعات برسیم اگر به این جنبنده برسیم اون وقت هر کسی هر جا هست رو به خودش مشارکت می من مجزم در شما تشکر می کنم این کار ما عمل صالح باشه و اینشاالله خدا ما قبول بکنه خیلی خدا نگهتار شما